نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد. مسیرت از سنگ پر میشه، دلت یه وقتایی دل خور میشه از اینون، اما بدون که هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم. هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش. نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، اگه یه وقتایی ترسیدی. یک دو سه بده بزنی؟ آره اینجوریه. حل یک من فقط صحبت کردم که ما بگم من آهنگ ندارم از این به بعد. اول اینستاگرام هستیم در خدمتتون. اگه سکوت شنیدید اینجا یه چیزی ترکی جون پای سر قبل از شروع ما خیلی کار انجام میدیم. می‌ذارم دوربین می‌بره جابجا می‌کنیم و قرار می‌کنیم. به خاطر همین اگه دیدید که قبل از شروع صداهایی شنیدید بده نگیرید، به خاطر اینکه ما آهنگ می‌ذاریم اون صداها رو ما نمی‌دیم. آره ما آهنگ می‌ذاریم صداها رو کاور کنیم. حالا که آهنگ نمیتونیم بذاریم یه بشونیم اون صداها رو کاور کنیم. خاطر همین خودتون دیگه بدونید اگه صدایی شنیدید بدونید که قراره که اتفاقایی بیفته. واسه من هستید نخدمتون. سلام عرض میکنم خدمت همه بچه های عزیز کنکوری، بچه های کنکور 1401. محمدی هستم، مدرس زیستشناسی. دارم براتون تنگ شده بود خیلی وقت بود همون نایده. من محمدی هستم، خوشبختم نایده بودم. زنده باشی بچه ها. لایو رو شروع کنیم، لایو دوپینگ زیستشناسی کنکور. آقا چیکار میخوایم کنیم؟ هیچی. بچه هایی که با من کلاس داشتن به جزوه ای داشتم، جزوه شب کنکور. هی بهشون میگفتم، تا همین الان هم داشتم میگفتن چرا شب کنکور رو نمیدی. شب کنکور یه بخش زیادیشو نتونستم بنویسم، من به خاطر درگیری که داشتم یک بخشیش رو نوشتم که این بخش قطعی ترش همین است. یعنی ببین هر چی تو این جزوه داری میبینی امروز، ده تیر میری سر جلسه، توی برگ امتحان هم میبینی. یه خلاصه پوزکنده دارم بهت میگم. ما لایو شروع میکنیم. یه اتفاق جالبی امروز افتاد آقای کشکار. چی شده؟ امروز من رفته بودم دوباره یکی از دوستام که داشت مافیا بازی میکرد، رفتم توی سالن، یه بنده خدای برگشت گفت آقای محمدی شما یه امروز لایو نداری؟ گفتم جان شما؟ گفتش من دانش آموزم. گفتم تو مگه کنکور نداری اینجا چیکار میکنی الان؟ آقا دیگه روزای آخر. آره دیگه استراحت کن. خب بچه میخواییم چی کار کنیم امروز؟ من 14-15 تا مبحث جدا کردم که تو هر مبحث 2-3 تا مبحث دیگه هست. هر چقدر که من تا فردا صبح میتونم براتون حرف بزنم، هر چقدر که وقت داشته باشیم با هم صحبت میکنیم. سری سوالای کنکور رو لو میدم بهتون دیگه. بابا خیالت راحت میری سر جلسه، اول این سوالا رو بزن که هم به حرف محمدی گوش کرده باشی، هم حداقل 10 تا 15 تا سوالو گذاشتم جلوت بزنی. با
با 20% 25% دیسته تو شروع کن، با 30% دیسته تو شروع کنی. خب خیلی خوبه دیگه، فکر کنم مثلا تو 5 دقیقه میای این آشناس این آشناس این آشناس این آشناس 10 تا میزنی، ایول زیست من با 20% شروع شد 5 دقیقه رفت. ولی این گوش کن خدا وکیلی به این لایو دیگه خیلی هم سرفه میکنم. شروع کنم کشکار. خب من 15 تا مطلبی که آوردم میخوام بر حسب قطعیت بگم، یعنی اول بنم سوال سراغ تست شماره 9 مثلا که قطعی ترین سواله. چی شده؟ نه این تایتر اوپران لک. اوه اون چیه؟ اوپران لک چی لینکش بازه؟ لنگش این مهار کننده است. یه صفحه سفید اجازه است با کنم؟ اجازه اسمش مهار کننده؟ صد البته. خب آقا به اصلا شروع کنیم بچه ها. شما میری سر جلسه احتمالا بین سوال 10 تا 20 شما سوال اوپران لکه. داستانش چیه؟ توی فصل دوم گفتار 3 ما تنظیم بیان ژن خوندیم. تنظیم بیان ژن یعنی من جاندار تصمیم بگیرم که چه ژنی رو بیان کنم که چه ژنی رو بیان نکنم. بیان یک ژن یعنی چی؟ یعنی این ژن من به محصول فعال خودش برسه. خب بیا یه مرور سریع با هم رو بیان ژن کنیم. من یه دی ان ای دارم که توش پر ژنه. این ژنه باید رونویسی بشه بشه آر ان ای. این آر ان ای باید ترجمه بشه بشه پروتئین. این پروتئین میتونه غیر فعال باشه میتونه فعال باشه. اگر پروتئینی که من میسازم در جا فعال باشه بیان ژنش تا اینجاست. اگر غیر فعال باشه لحظه غیر فعال به فعال هم جزء بیان ژن حساب میشه. ما دو تا پروتئین داریم توی کتاب شما، دو تا پروتئین معروف داریم که گفته آقا این غیر فعال تحت فلان شرایطی فعال میشه. پروتئین های من چیانی که انسولینه. کتاب تو فصل 7 میگه انسولین سه تا رشته داره A B C، سی رو ببرم فعال میشه. یه دونه دیگه چیه؟ پپسینه. میگه من یه پپسینوژنی دارم که تحت تاثیر محیط اسیدی معده فعال میشه. پس تبدیل پپسینوژن به پپسین و انسولین غیر فعال به انسولین فعال هم جزئی از بیان ژنشون حساب میشه. حالا کاری ندارم. ببین دی ان ای باید رونویسی بشه دیگه، آر ان ای هم باید ترجمه بشه. هر چیزی که جلوی ترجمه رو بگیره جلوی بیان ژنش رو گرفته. کتاب تو صفحه آخر گفتار 3 اینو میگه. میگه میکرو آر ان ای آر ان ای های کوچک جلوی ترجمه رو میگیرن، میچسبن نمیذارن ترجمه شه. پس همینجا حواست باشه آر ان ای های کوچک جلوی رونویسی رو نمیگیرن، بعد از رونویسی جلوی ترجمه رو میگیرن. حالا دی ان ای من میخواد به آر ان ای تبدیل شه. هر چیزی که جلوی رونویسی رو بگیره دوباره اینجا مانع بیان ژن شده. چی جلوی رونویسی رو میگیره؟ کتاب تو میگه آقا دی ان... نه 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 اونو کاری ندارم به جز لنگ بازه که میرسیم بهش. میگه دی ان ای تو توی یوکاریوتا به کمک هیستون ها فشرده شده. این هیستون ها نمیذارن آنزیما بیان دسترسی داشته باشن. پس اگر چیزی، اگر این ساختار نوکلئوزومی باز نشه رونویسی انجام نمیشه. پس مثلا ساختار نوکلئوزومی جلوی رونویسی رو میتونه بگیره. تنظیم بیان ژن تو مرحله رونویسی. خب من چسب آپارات رو باز کردم بچه ها ببینم که صدا اوکیه. خب چت رو باز میکنیم براتون موقعی که بخش پرسش پاسخ بده. الان من بگیم که بچه های آپارات صداشون خوبه؟ صدا کیفیت نداره، صدا خوبه، صدا یکم بده. بذارید من چک کنم. خب الان خوبه یا بده؟ بذارید من چک کنم. بچه من باز صحبت کنم؟ الان صحبت خب میگن صدا بده. بسه یه دقیقه میام میکروفون کنم. چه خبر؟ یه حالا بچه ها میان خیره منو میگیدن چرا وسط شروع کردی؟ خب سوال کنکورشون اینجاست، من چیکار کنم؟ سوال کنکور که؟ سوال کنکور همینه دیگه. حالا فرض کنم مثلا سوال کنکور رو دیدم دیگه. ما نمیتونیم 3-4 روز مونده به کنکور براتون کل من تضمین میکنم گردن میگیرم این قضیه رو. دست شما در نکنم. زنده باش. خب الان دیدم یک دو 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 بده بزن
بریم. داشتم میگفتم ساختار نوکل عظمی جلوی دی ان ای به آر ان ای یعنی رونویسی رو میگیره. فقط حواست باشه نوکل عظم یعنی هیستون مال یوکاریوته. حواست باشه به این قضیه. حالا کاری ندارم برگردیم روی این. این بچه اصلا این توضیحات من یه دونه گزینه کنکور میتونه باشه. اینجا رو نگاه کن. سوال میگه در باکتری اشتشیای کلای در صورت عدم حضور گلوکوز و وجود فلان میتوان گفت فلان. ببین سوالای کنکور رو نیاوردم برات چون من درس میدم بعدش برو سوالای کنکور رو درست بزن عشق کن. باکتری ایکولای عدم حضور گلوکوز، این یعنی بیان ژن ایکولای. آقا کتاب من از بیان ژن ایکولای دو تا چیز آورده. یک اپران لک. کتاب تو چی میگه؟ میگه آقا اگر گلوکوز نباشه و لاکتوز باشه چی؟ لاکتوز. اپران لک لاکتوز لاکتوز. کنکور 99 ایسکا گرفته بود راجع به اپران لک سوال پرسیده بود، گزینه‌های درست راجع به مالتوز آورده بود ولی راجع به اپران لک پرسیده، بس راجع به لاکتوز حرف می‌زنه. میگه آقا اپران لاکتوز من چی کار میکنه؟ یه توضیح اینجا بدم بچه‌ها. ام ار ان دی ان ای ها توی پروکاریوت ها میتونن چند ژنی باشن یا mRNA ها میتونن چند ژنی باشن. یعنی چی؟ یعنی سه ژن کنار هم با هم رونویسی میشه. خب یعنی یه بار دی ان ای پلیمراز بیاد بشینه این سه تا رو با هم تا ته میره. خب توی مراحل رونویسی ما چی میخونیم؟ میگفتیم پایان رونویسی کیه؟ یه توالیه که اگر آرنه ای پلیمراز بیاد رونویسیش کنه رونویسی تموم میشه. اینجا رونویسی کجا تموم میشه؟ ته این. پس توالی پایان اینجاست. رونویسی کجا شروع میشه؟ اینجا. پس نقطه آغاز رونویسی اینجاست. تو رونویسی عادی چی میخونیم؟ میخونیم دی ان ای پلیمراز راه انداز رو شناسایی میکنه، بعد میره یکم جلوتر نقطه آغاز. الان راه انداز تو اینجاست، نقطه آغازت اینجاست. پس نقطه آغاز از راه انداز تو اپران لک فاصله داره. حالا ببینیم اپران لک چیه. میگه اگر گلوکوز نباشه باکتری مجبوره از قند دیگری استفاده کنه مثل لاکتوز. حالا لاکتوز رو در حالت عادی تجزیه نمیکنه وقتی گلوکوز باشه. میگه گلوکوز هست دیگه. وقتی گلوکوز نباشه میگم پس باید لاکتوز رو تجزیه کنم. پس شرط من نبود گلوکوز و وجود لاکتوزه. من بخوام گلوکوز رو تجزیه کنم بخوام لاکتوز رو تجزیه کنم به آنزیم نیاز دارم دیگه. اوکیه. پس آنزیم ها رو وقتی میسازن که لاکتوز تو محیط باشه. خب پس لاکتوز تو محیط نباشه آنزیم نمیسازم. چه جوری؟ بچه آر ان ای پلیمراز من خوشان خوشانشه، خیلی راحت میاد تو راه انداز میشینه. تا میاد رونویسی رو شروع کنه زارت یه پروتئینی جلوش نشسته به اسم مهار کننده. بچه مهار کننده یک پروتئینیه که به یک توالی از دی ان ای به اسم اپراتور میشینه. اپراتور جزء دی ان ای قندش دئوکسیریبوزه. آرنه پلیمراز به راه انداز چسبیده، تحت هر شرایطی چسبیده، نمیتونه راه بره، مهار کننده جلوشه. خب گفتم لاکتوز بیاد تو محیط، این لاکتوز بیاد تو محیط آرنه پلیمراز من میتونه رونویسی کنه دیگه. پس لاکتوز من باید جلوی مهار کننده رو بگیره، باید مهار کننده رو ورداره. متن کتاب میگه آقا اتصال لاکتوز به مهار کننده باعث تغییر شکل در مهار کننده میشه و باعث میشه آرنه پلیمراز من صدش برداشته شه رونویسی بکنه. اتصال لاکتوز به مهار کننده. آقا جمعش کنیم اینجا رو. اپران لک گفتم رونویسی از سژن همزمانه. نقطه آغاز رونویسی تو اینه، نقطه پایان تو اینه. درسته؟ اینجا سه تا آنزیم هن. آنزیم یک، آنزیم دو، آنزیم سه. یعنی چی؟ یعنی این ژن من ژن سه تا آنزیمه، ژن سه تا پروتئینه. توی ترجمه میخونید هر پروتئینی بخوام بسازم یه کدون آغاز داره یه کدون پایان داره. کدون آغاز چیه؟ آیوجی. من سه تا پروتئین دارم پس سه تا کدون آغاز دارم، سه تا آیوجی دارم، یا آیوجی دو داره، یا آیوجی یک داره، یا آیوجی سه داره. سه تا کدون پایان دارم یوجی ای یو ای ای یو ای جی، هم یک داره، هم دو داره، هم سه داره. کدوم برای ترجمه است؟ هر کدوم هم کدون آغاز دارن هم کدون پایان دارن، ولی یک نقطه آغاز رونویسی داره، سه نقطه پایان رونویسی داره. رونویسی ترجمه شو با هم قاطی نکن. آقا نگاه کن، رنابسفراز در عدم حضور لاکتوز به راه انداز متصله ولی مهار کننده چون به اپراتور وصل شده نمیذاره که رونویسی انجام شه. حالا
اتصال لاکتوز که قند شیر نوعی دیساکاریده به مهار کننده باعث میشه مهار کننده به قول کشکار لنگاش باز بشه. لاکتوز به مهار کننده، لاکتوز به پروتئین چسبیده، به ژن و اینا نچسبید، به آر ان ای پلیمراز نچسبید، لنگاش رو وا میکنه، این از اپراتور میفته. آر ان ای پلیمراز میره از نقطه آغاز شروع میکنه رونویسی کردن. حالا دقت کن، اپراتور هم رونویسی نمیشه. این اپران لکه که بیان ژن منفیه. یعنی من از سر ناچاری مجبورم این کارو کنم. گلوکوز نیست، لاکتوز است. لاکتوز به مهار کننده میچسبه، به مهار کننده تغییر شکل میده، رونویسی شروع میشه. اپران مالتوز چیه؟ این بیان ژن مثبته، یعنی خوشحال میشم اگر این کارو کنم. بچه‌ها آر ان ای پلیمراز اگر مالتوز، اگر گلوکوز نباشه تو محیط و مالتوز باشه چی کار میکنه؟ ببین مالتوز حکم استیکو داره، آر ان ای پلیمراز باور نمیکنه که مالتوز تو محیط است. ما میخونیم که آر ان ای پلیمراز تو پروکاریوت ها توانایی شناسایی راه انداز رو به تنهایی داره، یعنی همین آر ان ای پلیمراز هم میتونه راه انداز شناسایی کنه، ولی میلی بهش نداره. میل نداره، آقا میتونم ببینم راه اندازه ها، حال نمیکنم باش، حال نمیکنم، خوشم نمیاد ازش. میفهمم، میدونم راه اندازه، خوشم نمیاد ازش. اگر مالتوز تو محیط باشه، اینجا دوباره بچه‌ها سه تا ژن دارم، سه تا آنزیم دیگه، آیوجی و پایان این، آیوجی و پایان این، آیوجی و پایان این توی هر سه تا ژن هست. نقطه آغاز اینجاست، نقطه پایان هم اینجاست. پایان رونویسی، آغاز رونویسی، آغاز پایان ترجمه، آغاز پایان ترجمه، آغاز پایان ترجمه. این چی شد؟ خب میگفتم بچه‌ها. ببین تو وقتی میخوای یکی رو تحریک کنی، از پشت مگه هولش نمیدی بره جلو؟ یکی رو بندازی جلو، از پشت هولش میدی دیگه؟ نه، میخوای هولش بدی بره جلو، از پشت هولش میدی، درسته؟ هولش بدی بره جلو؟ نه، میخوای یکی هول بدی بره جلو، هول میدی، از پشت هول میدی. آره نیپولی مراز من میگه آقا من میفهمم، میتونم راه اندازه شناسایی کنم، قبول نمیکنم، من میخوام آره نیپولی مراز رو تحریک کنم، پس میرم پشتش، میرم پشت آر ان ای پلیمراز وای میستم، آر ان ای پلیمراز رو میذارم جلو، هولش میدم. کی میره پشتش؟ پشت آر ان ای پلیمراز کجا وصله؟ راه انداز. پس یه توالی پشت راه انداز وجود داره به اسم جایگاه اتصال فعال کننده. این چیه؟ پارکینگه. حالا میتونه بچه اون پروتئینی که آر ان ای پلیمراز رو هول میده اسمش فعال کننده است. آر ان ای پلیمراز داره فعال میکنه، هولش بده دیگه، پس باید پشتش وصله. آر ان ای پلیمراز پشتش به ماست. خب این فعال کننده در چه صورت آر ان ای پلیمراز رو تحریک کنه؟ آر ان ای پلیمراز میگه مالتوز تو محیط نیست، فعال کننده میگه آقا هست بیا، پس فعال کننده است که تشخیص میده مالتوز هست، پس مالتوز به فعال کننده وصل میشه، فعال کننده میره توی جاش پشت راه انداز میشینه، آر ان ای پلیمراز رو میاره هولش میده. نگاه کن، رنابسفراز در عدم حضور مالتوز به راه انداز متصل نیست، یعنی میل ترکیبی نداره. تو اپران لک راه انداز وصل بودا، جلوشو میگرفتم، اینجا اپران مالتوزه، رنابسفراز وصل نیست، میل ترکیبی پایینه. اگر مالتوز بیاد تو محیط، مالتوز به پروتئین یعنی فعال کننده وصل میشه، هیچی به رنابسفراز وصل نمیشه. مالتوز به پروتئین وصل میشه، فعال کننده میاد پشت، آر ان ای پلیمراز میاره هول میده. بچه ها مالتوز رو کجا داریم تو کتاب درسی؟ کتاب تو؟ ببین چقدر دارم ترکیب میکنم. قند جوه، جوانه جوه، کاری نه سمنو. مالتوز میگه آقا آمیلاز بزاق بیاد کار کنه، آمیلاز ضعیفیه، دیساکارید میسازه، دیساکارید میشه مالتوز. لاکتوز هم دیساکاریده. نه نه، قند شیر. قند میوه فروکتوز بود. حالا مالتوز که به فعال کننده وصل شد، فعال کننده با مالتوز میاد روی جایگاه اتصال، آر ان ای پلیمراز میل ترکیبیش زیاد میشه. تو قطعی از اینجا سوال داری. بچه توی یوکاریوتا بیان ژن چه شکلی بود؟ توی یوکاریوتا رو بهت گفتم اون ساختار نوکلئوزومی رو داشته باش، بجز اون میگه هر رنابسفارازی، هر رنابسفارازی تحت هر شرایطی نمیتونه تنهایی به راه انداز ببسته، به نوعی عوامل رونویسی نیاز داره. مثلا من آر ان ای پلیمرازم، این راه انداز من کورم، یکی باید دست منو بگیره وصل کنه به راه انداز. آر ان ای پلیمراز رو میگم. عوامل رونویسی؟ نه نه نه، خیال راحت، خیال راحت. عوامل رونویسی دست آر ان ای پلیمراز رو میگیره، میگه من به جز این عوامل رونویسی
نوع دیگری از عوامل رونویسی دارم که ممکن است به توالی دیگری به نام افزاینده متصل شود. پس بچه ها وجود عوامل رونویسی دیگر و افزاینده غیرش ممکن است، قطعا نیست، این یک. ولی اگر وصل شد قطعا خمیدگی در دنا رو دارم. خمیدگی در دنا سرعت رو میبره بالا، شروع رونویسی نیست، سرعت رونویسی رو زیاد میکنه. آقا گاز داری میدی توربو میزنه، اینجوری نیست که شروع حرکت باشه، سرعت رو میبره بالا. کاری ندارم. بیا اینجا تست رو نگاه کن. میگه آقا و وجوده، بیا قنده رو بررسی کنیم. قند حاصل از فعالیت آمیلاز بزاق، میگم مالتوز. قند شیر، میگم چی؟ لاکتوز. قند حاصل از ترکیب دو گلوکوز، بازم میگم مالتوز. و اینجا هم چی گفته؟ لاکتوز. مالتوز، لاکتوز، مالتوز، لاکتوز. حالا ببینیم چون خیلی کوتاهه. چی گفته؟ لاکتوز. جواب چاره. حالا ببینیم چی میشه. من که نمیدونم. چی میگه؟ یک، میگه در حضور مالتوز رنابسپاراز با اتصال به نوعی دیساکارید رونویسی رو از اولین ژن شروع میکند. گفتم دیساکارید من که مالتوز باشه به کی وصل میشد؟ فعال کننده، نه رنابسپاراز. رنابسپارازی به هیچ کی وصل نمیشه، فقط به راه انداز وصل میشه. این که غلط. دو، در صورت وجود لاکتوز ساختار نوعی پروتئین در پی اتصال به نوعی مونوساکارید تغییر میکند. بچه ها مهار کننده اگر به لاکتوز وصل شه تغییر میکنه، لاکتوز دیساکاریده. دو هم غلط. سه، مالتوز عوامل رونویسی، همینجا میگم غلطه. آقا مگه ما باکتری نیستش؟ مگه باکتری نیستش؟ باکتری عوامل رونویسی نداره، عوامل رونویسی برای برای یوکاریوت هاست. چهاره. میگه لاکتوز در صورت وجود لاکتوز میل ترکیبی رنابسپاراز به راه انداز بدون تغییر میمونه. درسته، نگاه کن، لاکتوز ندارم رنابسپاراز وصله، لاکتوز دارم رنابسپاراز به راه انداز وصله. چه فرقی کرد؟ میل ترکیبی راه انداز و آرنه پولیمراز تو اوپران لک تغییر نمیکنه. پس جواب گزینه چهاره. ولی تو مالتوز رو نگاه کن، وقتی مالتوز ندارم رنابسپاراز به راه انداز وصل نیست، وقتی مالتوز دارم رنابسپاراز به راه انداز وصله. پس میل ترکیبی اینجا تغییر میکنه، توی لاکتوز در هر حالت وصله. حالا کنکور 99 چی میگفته؟ میگفته آقا میل ترکیبی مهار کننده به مالتوز بیشتر یا اپراتور؟ یعنی مهار کننده رو بذار اینجا، اپراتور یه برش، مالتوز هم یه لاکتوز هم یه برش، مهار کننده به کدوم دست میده؟ اگر لاکتوز نباشه سمت اپراتوره. لاکتوزو که ببینه میگه ول کن اپراتورو، میره میچسبه به لاکتوز، جدا میشه از اپراتور. پس مهار کننده با لاکتوز میل ترکیبیش بیشتر از اپراتوره. حله؟ حله بچه. الان اینجا نداریم؟ این یه دونه سوال کنکورتونه. 100%. قطعی نداریم؟ میخوای من چک کنم؟ نه تو ادامه بده شما. خب خب دیگه صدا هست دیگه. این ها یه سوال. سوال بعدی، سوال بعدی در مقایسه دو گیاه فلان 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 فلان، این چیه؟ بچه شما توی فصل 6-12 توی فصل 6-12 توی قسمت فتوسنتز گفتار 3 راجع به چند نوع گیاه میخونید؟ گیاهان سیسه مثل گل روز، گیاهان C4 مثل ذرت، و گیاهان CAM مثل کی؟ مثل آناناس، کاکتوس. آناناس. خب راجع به فتوسنتز اینها حرف میزنه. چی میگه کتاب؟ میگه آقا بریم اینجا، میگه گیاه من در حضور CO2 فتوسنتز میکنه. درسته؟ CO2 که باشه فتوسنتز میکنه.
حالا فتوسنتز من دو تا مرحله داشت، نوری تاریکی. قبوله؟ قبول. نوری یعنی چی؟ یعنی اون قسمتی که توی تیلاکویده انجام میشد. ربطی به CO2 داشت؟ نه. پس نوری تحت هر شرایطی اوکیه. مرحله تاریکی چی بود؟ چرخه کالوین بود. شروع چرخه کالوین چی بود؟ شروع چرخه کالوین این بود که 6 تا کربن دی اکسید با 6 تا ریبولوز بیس فسفات واکنش میده. چی؟ یه بار دیگه. یه مرحله تاریکی چرخه کالوین بود. تو چرخه کالوین کربن دی اکسید داشتم. چی میگفت؟ میگفت 6 تا کربن دی اکسید با 6 تا ریبولوز بیس فسفات. ریبولوز بیس فسفات یه ترکیب 5 کربنه 2 فسفات است. بیس فسفات. آره. واکنش میده یه 6 کربنه 2 فسفاته ناپایدار میسازه. اینو کتابت میگه. درسته؟ میگه اگر CO2 نباشه اینجا من به فنا میرم. چرا؟ چون این 6 تا CO2 نیست. ریبولوز بیس فسفات با کی باید ترکیب شه؟ کتابت میگه یک شرایطی رخ میده به اسم تنفس نوری. تنفس نوری میگه اکسیژن به علاوه ریبولوز بیس فسفات میشه. خب بعد میشه 5 کربنه 1 اکسیژنه 2 فسفاته که دو قسمت میشد. یک ترکیب 2 کربنه نصف میشد دیگه. یک ترکیب 2 کربنه ای که اکسیژن داره، یک ترکیب 3 کربنه. این 3 کربنه برمیگشت تو چرخه ریبولوز بیس فسفاتو بسازه. این 2 کربنه اکسیژن میرفت تو میتوکندری تجزیه شه CO2 بسازه. این واکنشو بهش میگفتن تنفس نوری. درسته؟ حالا چرا در یک شرایطی ممکنه کربن دی اکسید وجود نداشته باشه؟ کربن دی اکسید از بیرون میاد، پس از روزنه میاد. پس اگر روزنه من بسته باشه کربن دی اکسید نیست. چرا روزنمو میبندم؟ هوا گرمه. هوا گرم باشه روزنمو میبندم دیگه. پس یه گیاهی که گرم تو شرایط گرم داره زندگی میکنه باید تنفس نوری رو بغل کنه، چون همش روزنش بسته است. کتاب تو دو تا مثال میزنه. میگه یک ذرت گیاه C4ه، این تو مناطق گرم داره زندگی میکنه. میگه آقا این گیاه بدبخت من که تو مناطق گرمه که باید همش تنفس نوری کنه، من میام یه کاری میکنم تنفس نوری نکنه. چجوری؟ بچه ها ترکیب RUBP ریبولوز بیس فسفات به علاوه CO2 رو، این ترکیب رو، این میکسچر رو که انجام میداد آنزیمی به اسم روبیس کو. ریبولوز بیس فسفات کربوکسیلاز اکسیژناز، یعنی میاد اینو میگیره یا کربن اضافه میکنه یا اکسیژن اضافه میکنه. میگه این روبیسکوی من دم دستش اکسیژن بذاری کربن نذاری اکسیژن اضافه میکنه. میگم در گیاه ذرت تحت هیچ شرایطی تنفس نوری وجود نداره، یعنی روبیسکوش با اکسیژن ترکیب نمیشه. چرا؟ کتاب تو اینو میگه. میگه آقا گیاه ذرت روزنه هاش نیمه بازه تو روز. خب حالا یه سلول میان برگ دارم، یه سلول غلاف آبندی دارم. ذرت چی بود بچه ها؟ ذرت تک لپه بود. توی اول فصل 6 میبینی که تک لپه ها برگشون غلاف آبندی فتوسنتز کننده داره، میان برگ فتوسنتز کننده هم داره. میاد میگه CO2 توی روز میاد توی سلول میان برگ، توی اینجا با یک ترکیب 3 کربنه تبدیل میشه، ترکیب میشه، میشه یک ترکیب 4 کربنه. برای همین بهش میگن C4، چون اولین تثبیت کربنش ترکیب 4 کربن است. این C4 میره تو غلاف آوندی، آنزیم روبیسکو و فعالیت کربوکسیلازی این چرخه کالوین و اینا تو غلاف آوندیه، تو میان برگ نیست. میاد اینجا C4 این کربن دی اکسیدی که قرض گرفته بود و آزاد میکنه، میشه یه دونه ترکیب 3 کربونه دیگه، برمیگرده توی میان برگ. خب روبیسکوی من اصلا رنگ اکسیژن رو نمیبینه، پس فقط با کربن دی اکسید ترکیب میشه. پس چرخه کالوین تو غلاف آبندی بود، تو روز بود،
فقط هم کربن دی اکسید میبینه رو بیسکش. چرا؟ چون اکسیژن نمیاد دیگه، چون مثلا این سیسه من اینجا با اکسیژن ترکیب نمیشه، فقط با کربن دی اکسید ترکیب میشه، میاد کربن دی اکسید پیاده میکنه برمیگرده. خب یکی یا دیگه دارم، آناناس. آقا این تو مناطق بیابونیه، این اصلا روز روزنه باز کنه به فنا میره، این میاد چی کار میکنه؟ آناناس توی مناطق بیابونیه. بله استوایی، استوایی شرجی، تو این گرما و شرجی. آناناس میگه آقا من تو روز روزنه رو باز کنم به فنا میرم، پس تو شب باز میکنم. شب روزنه بازه، شب که روزنه بازه کربن دی اکسید میاد، درسته؟ کربن دی اکسید میاد، یه سلول میان برگ داره، این کربن دی اکسید رو میگیره با یک ترکیبی با یک ماده ترکیب میکنه، میشه یک نوع اسید، یک اسید که بهش میگن اسید کراسولاسه. پس CO2 تو شب میاد، تو شب به صورت اسید تثبیت میشه، روز که شد این اسیده CO2شو آزاد میکنه، CO2 میره تو چرخه کالوین، بعد دوباره برمیگرده به اون پیش ساز اسیده. پس دقت کن، این برای گیاه آناناسه. حالا بچه ها اصلا اینا رو نگرفتی، منطقشو نگرفتی، بیا اینجا جدول رو حفظ کن. چرخه کالوین یعنی اون فرایند نهایی، چرخه‌ای که توش قند رو میسازم، در گیاه سیسه مثل گل روز که تنفس نوری داشته، گیاه عادیه، چه اتفاق میفته؟ گیاه عادی که کل کارش تو روزه، پس چرخه کالوین تو روزه توی گیاه سیسه. کجا؟ میانبرگ، میانبرگش همه کار میکرد. گیاه سی چار، گفتم گیاه سی چار مثل ذرت روزنهاش نیمه بازه تو روز، کربن دی اکسید رو میاد میانبرگ میگیره، به صورت یک ترکیب چهار کربونه سر میده توی غلاف آبندی، پس چرخ کالوینش تو غلاف آبندی در روزه. گیاه سی ای ام چی؟ گفتم شب به صورت اسید نگه میداره، تو روز اسیده کربن دی اکسید رو آزاد میکنه میفرسته تو چرخ کالوین، پس تو روزم دوباره چرخ کالوینه. پس بالا بری پایین بیای، چرخه کالوین با اینکه اسمش مرحله تاریکیه ولی همیشه تو روزه، هر کاری کنی چرخه کالوین تو روزه. بچه ها چرخه کالوین مرحله نهایی تثبیت کربونه. حالا مرحله نوری یعنی همون واکنش های تیلاکوئید که جلوتر بهش میرسیم، نوره دیگه، باید روز باشه، در روزه، در روزه، در روزه، تو میانبرگ هم اتفاق میفته. اینم اوکی. اولین مرحله تثبیت کربن، این سوال کنکور 14-01 میتونه باشه، اولین مرحله تثبیت کربن. بچه گیاه سیسه یا گیاه عادیه یه دونه تثبیت کربن داره، یه چرخه کالوین داره، با همین یه چرخه کالوین کارش رو را میندازه، پس تثبیت کربن نهاییش و اولیش و همه چیش کالوینه. پس اولین مرحله تثبیت کربن توی گیاه سیسه یعنی گل رز، در چرخه کالوین تو میانبرگ، تو روز. اولین مرحله تثبیت کربن در گیاه سی چار چی؟ تثبیت کربن یعنی من کربن دی اکسید رو یک جا ذخیره کنم، گیاه سی چار توی میانبرگش یک ترکیب سه کربونه داشته، کربن دی اکسید بیاد توش بشه چهار کربونه، بره تو غلاف. پس کربن دی اکسید اول با چی ترکیب کردم؟ با یه ترکیب سه کربونه. تو کدوم سلول؟ تو میانبرگ. پس اولین مرحله تثبیت کربن اینجا خورده غلاف آبندی، اشتباه خورده، میانبرگ تثبیت نهاییش تو غلاف آبندی، میانبرگ. اولین مرحله تثبیت کربن تو گیاه سی چار توی میانبرگ، ترکیب چهار کربونه تو روز. خب آناناس چی؟ آناناس گفتم CO2 رو شب میگیره توی یه اسید ذخیره میکنه، پس تو میانبرگ به صورت اسید در شب. بچه آناناس و ذرت تنفس نوری ندارن، به جای تنفس نوری میتونه بگه چی؟ میتونه بگه فعالیت اکسیژنازی روبیسکو، میتونه بگه تولید CO2 توی میتوکندری از یک ترکیب دو کربونه، داره میتونه بگه. روزنه هاشون گیاه سیسه گیاه عادیه، روز باز شب بسته، سی چار روز نیمه باز شب بسته، سی ای ام روز بسته شب باز. تنفس نوری دارد ندارد؟ ندارد. خب گفتم اینجا هم دیگه به جای تنفس نوری میگه فعالیت اکسیژنازی روبیسکو، تولید کربن دی اکسید از ترکیب دو کربونه تو میتوکندری، مصرف اکسیژن و تولید همزمان کربن دی اکسید، اینو میتونه بگه، ولی این با تنفس هم قاطی میشه. تجزیه ماده عالی بدون تولید ATP. کتابت میگه، من بهش میگم تنفس، به این فرآیند میگم تنفس نوری. چرا؟ چون مثل تنفس سلولی دارم ماده عالی تجزیه میکنم،
ولی ATP نمیسازم. پس تجزیه ماده عالی بدون تولید ATP قطعی تنفس نوریه دیگه. این هم مثلا میتونه تو 14-01 بیاد. نها کن گل روز میانبرگ CO2 میاد کالوین انجام میده قند رو تحویل میده. ذرت CO2 میاد تو میانبرگ میشه 4 کربونه. اولین تثبیت کربن به صورت 4 کربن است. بعد میاد تو غلافه آوندی چرخ کالوین تثبیت نهایی کربن. آناناس CO2 تو شب میاد میشه یک مولکول 4 کربونه. دقیق کن اینم اسیده ها، اینم اسیده، اسید 4 کربن است. تو شب تو روز که شد اینجا روز شده CO2 رو آزاد میکنه میره تو کالوین. پس آناناس یه مکان دو زمانه، شب و روز داره ولی مکانش میانبرگه. ذرت یه زمان دو مکانه، یعنی میگه من فقط تو روز کارم رو میکنم ولی دو تا مکان دارم، یه ذره کار رو تو میانبرگ میکنم یه ذره تو غلاف آبندی. حالا بیام تو تست. سخت‌ترین حالت میگه در مقایسه دو گیاه گل رز و آناناس C3 کم یا C1M. ذرت گل رز C4 C3، آناناس گل رز C1M C3، آناناس ذرت C1M C4. خب میگه آقا وجه شباهت گل رز و کم در تنوع فعالیت آنزیم روبیسکو در سلول میانبرگه. ببین گلروز تنفس نوری داشت، کم نداشت. یعنی روبیسکوی کم، روبیسکوی CAM فقط کربن دی اکسید ترکیب میکنه، فقط کربوکسیلازی. ولی روبیسکوی گلروز هم کربوکسیلازی هم اکسیژنازی برای تنفس نوری. پس این که غلطه، شباهت ندارن تو این قضیه. وجه تفاوت C3 و C4 نوع سلولیه که اولین مرحله تثبیت کربن رو انجام میده. مثلا اولین مرحله تثبیت کربن، اولین مرحله تثبیت کربن توی C4 توی میانبرگش بود، بعد میرفت تو غلاف. C3 هم که کلا توی میانبرگ دیگه اوکیه. پس این وجه شباهت نه تفاوت. وجه شباهت کم و C3 زمان تولید نوعی ترکیب 5 کربونه دو فسفاته در بستره کلروپلاسته. 5 کربونه دو فسفاته یعنی ریبولوز 20 فسفات. چه ریبولوز 20 فسفات تولید میشه؟ آخر کالوین. میگه آقا چرخه کالوین هم تو کم هم تو C3 با هم تو روزه. من گفتم کالوین با این که تاریکیه، ولی در هر گیاهی کالوین در روزه، مرحله تاریکی در هر گیاهی تو روزه. تمام گزینه سه. میگه آناناس و ذرت کم و C4 تفاوتشون عدم توانایی تولید کربن دی اکسید دنبال فعالیت اکسیژنازیه. اصلا فعالیت اکسیژنازی نداره روبیسکوی آناناس و کم، روبیسکوی کم و C4. گفتم C4 و CAM تنفس نوری ندارن، فعالیت اکسیژنازی ندارن. پس 4 هم غلطه، جواب هم گزینه 3. این حالت سخته، غالب سخته مقایسه C4 C3 CAM به این صورته. اینور سوال ندارن؟ آی کشکار بچه ها من توی آپارات بچه ها چت رو باز میکنم، لطفاً فقط سوالات درسی کنم رو تا به اینجا ببینم. ببینم سوالات سیم زیاد داریم اینجا. مرسی مرسی اومد اینجا. سوالات بچه ها زیست ده هم میازم. عالی، صدا عالی. سوالی نیست بچه ها؟ من یه بار دیگه صدا رو چک کنم. دو 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 بده بزنیم، بده بزنیم. خب ادامه بدین استاد. خب بریم سیما رو فقط. ممنون ازت. حالا بیایم کجا؟ بذارین رو نگیم، بیایم اینجا. بچه ها گیاهی میگید نگو گیاهی. خب سوال کنکور میاد، سوالم راحت میاد ازش. گیاهی سوال کنکور راحت میاد ازش. بچه ها یک سوال قطعیه شما سوال هورمون گیاهیه. هورمون گیاهی سوال به شدت آسونیه. 5 تا هورمون دارید، یه دونه سالیسیلیک اسید دارید. کتابتون گفته که این هورمونا رو بلد باشید، من یه دونه سوال کنکور بهتون لو بدم. خود کتاب میگه، من که نمیگم. آقا بررسی کنیم. سوال راجع به هورمون های گیاهیه.
خوندیم که هورمون‌های گیاهی دو نوعن، یا محرک رشدن یا بازدارنده رشدن. یعنی چی؟ یعنی یا باعث رشد میشن یا از رشد جلوگیری میکنن. ولی یه قاعده ای، محرک رشد همیشه باعث رشد همه چیز نمیشه، بازدارنده رشد هم جلوی رشد همه چیز رو نمیگیره. غالب فعالیتشون این شکلیه. کتاب از محرک‌های رشد سه تا مثال زده: اوکسین، آبسزیک اسید، جیبرلین. سوال گفته که در یک گیاه دولپه هورمونا فلان 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 چی میشه؟ بچه اوکسین توی پدیده نورگرایی کشف شد. چارلز داروین نورگرایی فهمید، رفیقاش فهمیدن که اوکسین یک سری مجموعه ترکیباتیه که در نوک ساقه گیاه ترشح میشه. کار اوکسین چیه؟ کار اوکسین بچه ها بزرگ کردن سلوله. رشد بچه ها، رشد دو تا معنی داره، یا یک سلولی تقسیم بشه یا یک سلولی بزرگ شه به حالت غیر قابل برگشت. اوکسین رشد رو تحریک میکنه از دید بزرگ کردن سلول. خب سلول بزرگ میکنه. آقا اوکسین کجا تولید میشه؟ نوک ساقه، درسته؟ نوک ساقه ترشح میشه، اثر میذاره رو سلولای ساقه، سلول رو بزرگ میکنه، پس افزایش رشد طولی ساقه رو داره. بچه ها اگر چیزی داره سلولی رو بزرگ میکنه، حفظ کنید اینو، بزرگ کرد سلول رو در جا بگید میوه بدون دانه، میوه درشت. الان اکسی مگه نگفتم سلول رو بزرگ میکنه؟ میوه بدون دانه، میوه درشت. بچه ها اکسین باعث چیرگی رأسی میشه، یعنی رأس گیاه. ساقه رو ببین، این ساقه کنارش یه سری جوونه مبونه است دیگه، ساقه رو اونقدر دراز میکنه که رأس گیاه چیره میشه رو بقیه، پس جلوی پرشاخ و برگ شدن رو میگیره. جلوی پرشاخ و برگ شدن رو میگیره، ساقه رو دراز میکنه. پرشاخ و برگ شدن یعنی چی؟ یعنی جوونه های جانبی که یک سری مریستم هستن تقسیم شن، شاخ و برگ درست کنن. جلوی تقسیم جوانه های جانبی رو میگیره. کتابت میگه اگر اکسین رو به کال بزنی ریشه زایی میکنه، یعنی در افزایش ریشه زایی نقش داره. توی فصل 9-11 هم تولید مثل غیر جنسی، فصل 8-11 هم تولید مثل غیر جنسی توی گیاهان، یه فرایندی داریم به اسم قلمه زدن که تو ساقه رو میخوابوندی، به اسم قلمه زدن. این قلمه زدنه به اکسین نیاز داره، اکسین کمکش میکنه. خب این از اکسین. فقط حواستون باشه توی گفتم اکسین سلول بزرگ میکنه دیگه، توی فعالیت ریشه زایی چون داره سلول جدیدی تولید میکنه، اینجا استثناءً به تقسیم هم کار داره، ولی کلا سلول درشت میکنه، تقسیم نمیکنه. آبسزیک اسید، چرا اینجوری شد؟ این اشتباه تایپی تایپیس بوده. سیتوکینین بچه ها، سیتوکینین محرک رشد معروفه به هورمون جوانی. گفته که آقا پیر شدن رو در اندام هوایی به تأخیر میندازه، یعنی ساقه و برگ. سایلنت من کردم ولی سایلنت نشده. خب گفته پیر شدن رو تو اندام هوایی، یعنی ساقه و برگ به تأخیر میندازه. حالا چیکار میکنه؟ دوباره باعث رشد میشه، رشد گیاه، رشد ساقه با افزایش تقسیم. ببین سلول رو بزرگ نمیکنه، تقسیم رو زیاد میکنه، پس به میوه کاری نداره. تحریک تقسیم یاخته رشد طولی ساقه و تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی. آقا این افزایش ساقه زایی رو داره، یعنی چی؟ یعنی اگر به توده کالت بیای سیتوکینین بزنی ساقه در میاد، اکسین میزنی ریشه در میومد. دقت کن، هم اکسین هم سیتوکینین باعث رشد طولی ساقه میشن، ولی سیتوکینین ساقه زایی داره، اکسین ریشه زایی داره. حالا سیتوکینین با اکسین یه لجی کرده. فرض کنیم یه برگه، میخوایم شاخ و برگ شدن رو بررسی کنیم. این یه برگه، اینم دوم برگه. یه نگهبانی اینجا وایساده، اسم نگهبانه اتیلنه. اتیلن رفیق اکسینه. اگر اکسین زیاد باشه
میاد به اتیلن میگه آقا تو عشق منی، اتیلن زیاد میشه، برگو میندازه. پس افزایش اکسین منجر به افزایش اتیلن میشه، اتیلن میاد برگو شتش میکنه. اگر سیتوکینین زیاد باشه، نسبت سیتوکینین به اکسین زیاد باشه، سیتوکینین میاد دهن اینو میبنده، نمیذاره برگ بریزه، پرشاخ و برگ میکنه. پس اکسین رفیق اتیلنه، سیتوکینین دشمن اتیلنه. مثلا من سعی کردم یه شمشیر بکشم. آره جا این شمشیره، دشمنشه. مثلا تفنگم میتونم بکشم. آقا نکش وای چی تو رو التماست میکنم. تفنگ دیگه. خب حالا میگفتم پس سیتوکینین باعث پرشاخ و برگ شدن میشه. هورمون بعدی جیبرلینه بچه ها. جیبرلین تو نوعی قارچ کشف شد دیگه، حواستون باشه، قارچ جیبرلا. جیبرلین هم تقسیم رو زیاد میکنه، هم سلول رو بزرگ میکنه، رشد اندازه داره. پس هم تقسیم هم رشد اندازه. اوکی، مگه رشد اندازه نداره؟ تا رشد اندازه رو دیدی میوه بدون دانه، میوه درشت، میوه درشت، میوه بدون دانه. خب حالا مگه مگه مثل سیتوکینین نمی اومد سلول تقسیم رو زیاد کنه؟ چرا؟ مگه مثل اکسین رشد رو زیاد نمی کرد؟ چرا؟ اون دوتا که جفتشون رو رشد ساقه نقش داشتن. پس جیبرلین هم روی افزایش ساقه نقش داره. اصلا سه تا محرک رشد رو افزایش سایز ساقه نقش داره. بله. یه دونه فاز دیگه جیبرلین داره به اسم رویش دانه. کتاب تو مثالی که میزنه میگه که آقا رویان تو وقتی دانه داری، رویان تو میاد جیبرلین چیز میکنه، ترشح میکنه، جیبرلین میره روی خارجی ترین دیواره آندوسپرم اثر میذاره، آمیلاز ترشح میشه که آمیلاز میاد آندوسپرم رو تجزیه میکنه، که بهش میگن رویش دانه دیگه. درسته؟ این بحث رویش دانه مثلا مانع خفتگی دانه شدن با هضم اندوخته غذایی و ترک تولید آمیلاز از خارجی ترین لایه، همه اینا یه معنی رو میده. این کار جیبرلینه. اینا میشن محرکای رشد. میریم سراغ بازدارنده های رشد. یه اتیلن دارم، یه آبسزیک اسید دارم. اتیلن گفتم دمه کی وای میساد؟ برگو میریخت. کلا اتیلن میریزونه، یعنی هر چی به دیه اتیلن میریزه. خب آره مثلا برگ ریزونه. خب اتیلن میاد برگا میریزه. ولی یه سوال کیش کار تو میری میوه بچینی، میوه رسیده راحت کنده نمیشه؟ مثلا میوه کال راحت کنده میشه؟ رسیده میوه رسیده راحت کنده میشه، خودش میفته اصلا. چرا؟ چون اتیلن دم میوه رسیده وایساده. پس هم باعث رسیدن میوه میشه، میوه رو میریزونه، هم باعث ریزش برگ میشه، که گفتم ریزش برگش رفیق اکسینه. افزایش اکسین به اتیلن باعث تولید ترکیبات تجزیه کننده در محل دونبرگ میشه. این همون ریزش برگه. فقط حواست باشه دونبرگ مال دولپس ها، این هم یاد باشه. مثلا تو تک لپه اتیلن نمیاد ترکیبات تجزیه کننده در دونبرگ رو زیاد کنه، دولب پس. این مثلا میتونه نکته باشه. آبسزیک اسید چیکار میکرد؟ بچه آبسزیک اسید میومد رو سلول نگهبان روزنه اثر میکرد، روزنه رو میبست. پس بسته شدن روزنه در شرایط نامساعد خشکی، وقتی روزنه رو میبندم آب خارج نمیشه، آبسزیک اسید مانع خروج آب میشه. آقا کتاب تو میگه که اگر آب باشه دونه رشد میکنه دیگه، که این پوسته دانه متورم میشد و این داستانا. وقتی آب نباشه این میاد جلوی رویش دانه رو میگیره، پس باعث خفتگی دانه شده. این هم از آبسزیک اسید. حالا بیا یه جنبندی خوبی کردم، قطعا از این گزینه برات سوال میاد. ناکن رشد اندازه سلول اکسین و جیبرلین در جا، میوه درشت و میوه بدون دانه اکسین و جیبرلین. حالا رسیدگی میوه و ریزش برگ کی بود میریزوند؟ اتیله. فن کشت بافت یه توده کال داشتیم، اکسین ساقزایی، ببخشید اکسین ریشه زایی، سیتوکینین ساقزایی. فن کشت بافت اینجا جلوگیری از رشد جوانه، جوانه جانبی مریستم بود دیگه. کی جلوی رشد جوانه جانبی رو میگرفت؟ اکسین با اثر گذاشتن روی اتیلن. حالا آبسزیک اسید رو چرا آوردم؟ آبسزیک اسید جلوی رشد دانه رو میگیره دیگه. خب پس آبسزیک اسید هم میتونه باشه، ولی لایه سوم ذهن تو باید آبسزیک اسید رو بسازه. یعنی اول تو باید به اکسین و اتیلن فکر کنی،
با اون در نیاوردی به آبسزیک اسید فکر کنی. حالا توانای تحریک نوعی آنزیم تجزیه کننده، جیبرلین چیکار میکرد؟ آنزیم تجزیه کننده اون آمیلازی، آنزیم تجزیه کننده آندوسپرم دانه رو تجزیه میکرد. اتیلن آنزیم تجزیه کننده تحریک میکرد که برگ رو بریزونه، تجزیه کننده دنبرگ، قاعده دنبرگ. سالیسیلیک اسید رو کتاب ته میاره، میاد تو زخمای گیاهی، تو آسیبهای گیاهی میاد باعث میشه که سلولای گیاهی خودشون رو تجزیه کنن. پس سالیسیلیک اسید هم تجزیه کننده رو تحریک میکنه، آسیب گیاهی، سالیسیلیک اسید و اتیلن. برگی که آسیب میبینه باید بریزن، پس اتیلن هم توی آسیب نقش داره. تقسیم سلولی، سیتوکینین که بود، جیبرلین هم که بود، اوکسین گفتم تو ریشه زاییش کار تقسیم رو انجام میده. حالا بیا تست رو نگاه کن. نمیتوان گفت آقا رفتی با سوال زیست مواجه شدی، نمیتوان گفت و میتوان گفت و کاری نداشته باش. گفته نمیتوان گفت و اینو خط بزن، این بهت میرسه دیگه، بگو کدام گزینه غلطه. نمیتوان گفت آقا ببین کدومو میتونیم بگیم، اونی که غلطه رو بزنیم. مثلا کاهش اتیلن به اکسین تولید کنندگی گیاه رو کاهش میده. تولید کنندگی گیاه یعنی برگ. میگه آقا اتیلن کم شه برگام میریزه. من گفتم اتیلن برگو میریزونه، اکسین زیاد میشه، اتیلن زیاد میشه برگاش میریزه. گفته کاهش اتیلن برگو میریزونه، غلطه. نمیتونم بگم، دنبال غلط میگردم دیگه، جواب همینه. بقیه گزینه ها میگه آقا افزایش سیتوکینین به اکسین باعث رشد جوانهای جانبی در اثر تقسیم مریستم میشه دیگه. مریستم جانبی، جوان جانبی هم مریستم بود دیگه. گفتم بله، اکسید سیتوکینین شاخ و برگ رو زیاد میکنه، اکسین شاخ و برگ رو کم میکنه. دو رو میتونم بگم، دو درسته، دو مال غلط بودم. این رد. کاهش آبسزیک اسید به جیبرلین، جیبرلین رویش دانه است، آبسزیک اسید خفتگی دانه است. میگه آقا آبسزیک اسید به جیبرلین، این کسره کم شده، پس مخرج زیاد شده، پس جیبرلین زیاد شده. میگه آقا جیبرلین که زیاد بشه خفتگی دانه از بین میره، رشد ریشه رویانی و ساقه رویانی، این یعنی رویش دانه دیگه. کاملا درسته، من دنبال غلط میگشتم. افزایش اکسین به سیتوکینین باعث افزایش جذب مواد معدنی میشه. مگه اکسین نمیرفت ریشه زایی میکرد؟ میگم چرا؟ خب ریشه زیاد شه، جذب مواد معدنی هم زیاد میشه دیگه، اینم که درسته. جواب همون گزینه یک. چشکار چت رو وا کن، سوالا رو از هورمون ببینم. چت بازه تو آپارات، تو اینستا که چت رو باز نمی‌کنی. خب همه گیر جزو شیمی شونم. جزو شیمی رو گذاشتیم، میشم برای از خانه سریوم دانلود کنم. سوال دیگه ای؟ خب سوال ندارم. سوال ندارم، من یه آبی بنوشم. چقدر وقت رفته؟ ببین 5 دقیقه دیگه تا تموم شدن پارت 1 داریم. 5 دقیقه دیگه. روزارم براتون. بچه‌ها میگن گیاهی نگو. بچه‌ها من الان این چیزایی که گفتم گیاهی صفرم باشی، با این نکته‌ای که گفتم قطعی 4% گیاهی میزنی. دو تا سوال تو اسپویل کردم دیگه. آندوسپرم آندوسپرم اون سنه بود که اندوخته غذایی دانه بود دیگه، که حالا مثلا توی دو لپه جذب لپه میشه، توی تک لپه میموند. خب چرا الان میخوای بخش شروع کنی؟ آره پس میخوای الان پاز بدی؟ آره به نظر من الان ما پارت یکی اون روز اینستاگرام ذخیره کنیم. و از اونجایی که اولش آهنگم نرفتی فکر نمی کنم که توی ذخیره قسمت یکم این بار مشکلی به وجود بیاد، ولی بچه برای اطمینان نگردید که قسمت الان پارت یکی زیست شناسی براتون تو اینستاگرام ذخیره نشده و حالا براتون نمایش داده نمیشه، میتونید برید تو آپارات چک کنید، از اونجا ذخیره لایو رو ببینید. ما پارت یک اینستاگرام رو سیو میکنیم، بچه آپارات با ما هستن، بعدش به 2 دقیقه دیگه تو اینستاگرام هم با پارت دوم برمیگردیم. چقدر یه پارت دومه؟ پارت دوم از اینکه
چقدر تایم داری؟ بله بله. چقدر تایم نیاز داری؟ میگیم دیگه هر چقدر نکته زیاد بودم. 40-45 دقیقه دیگه. خبر. سلامتی الحمدلله. بعد نگشتیم نمیسیم. خدا رو شکر. بخورتون میشه سید کنم. آپارات بازه بله. خب. توی صحبت کنیم با بچه ها. بچه ها سوالاتتون رو بپرسین. مطالبی که. بستم بدبختم نمیتونه آقا این سیما رو تو. نه سیما رو که حواسم هست. الان گیاهی هامون تموم شد. یعنی یه چیز دیگه گیاهی دارم ولی اولویتای بدیمه. یعنی من الان تو اینا من سه تا سوال قطعی کنکور دارید شما. خیال راحت بری سر جلسه. الان مثلا یه هورمون جانوری میدیم که یکی دو تا سوال میاد چون همه هورمونا رو آوردن توی جدول خیال راحت بزنید. بعد یه دونه نوار قلب میریم، تنظیم عصبی برسیم میریم، تنفس میریم داریم. مطلب که زیاد تایم کمه. اینستا برگشتی. من انقدر دوست دارم بگم بهتون. تایم نداریم. متاسفانه باشم ادبیات اختصاصی رو داریم. ساعت هفت بچه‌های انسانی میان. خب سوال گیاهی بچه شما 19 تا دارید که من دو تاشو الان بهتون خیال راحت گفتم. دو تای دیگه‌اش هم دارم ولی نمی‌رسیم بگیم. جزوه رو می‌فرستیم. بچه ها صدا درسته چون من خودم دارم صدا رو یعنی من خودم آپارات رو باز دارم رو چی دارم صدای آپارات رو چک میکنم. بریم بیرون دوباره بیان اگه میبینیم که صداتون هنوز مشکل داره. خب الان اینستا شروع شد؟ بله. خب ما بریم سراغ هورمون جانوری بعد بریم نوار قلب. فقط یه زحمتی میکشید اینو پر میکنم برات. فقط بفرمایید دیگه ادامه بدید. خب رفقای عزیز دوست داشتنی خودم بریم سراغ هورمون جانوری. 98 نیومد 99 دو تا 1400 دو تا ترکیب با تولید مثل و فصل های دیگه. این هورمون جانوری که دوباره سوال میاد احتمالاً حداقل یکی رو چون سوالایی بود که تو کنکور خیلی غلط می‌زدن. در یک زن بالغ، مرد بالغ، پسر نابالغ، هر چیزی افزایش فلان هورمون فلان هورمون فلان هورمون. چون این سوال سخته. چون گفته افزایش فلان هورمون باعث میشه فلان چیز کاهش بشه، فلان چیز افزوده شود. سوال سخت تیپیکه. یعنی این شکلی میاد. این جدول رو می‌بینی؟ این جدول قبله تو باید باشه. تو برای زیست شناسی یعنی صبح کنکور پا میشی میگی به به یه سوال کنکور رو بذار مرور کنم. شروع کنیم بچه‌ها. هورمون جانوری رو درس دادن. بچه‌ها ما یک هورمونی داریم. ما یک اول غدد رو بگیم. ما یه غده هیپوتالاموس داریم. درسته؟ یه غده هیپوفیز هم داریم. این هیپوفیز سه بخش داره. بخش میانیش رو کاری ندارم. یه بخش پیشین داره، یه بخش پسین داره. بخش پیشینش هیپوتالاموس بچه‌ها رئیسه، گاد بازیه. هیپوتالاموس با پسین از طریق نورون در ارتباطه، با پیشین از طریق خون در ارتباطه. هورمون تعریفش چی بود؟ پیچ شیمیایی که به خون میریزه. پس هیپوتالاموس اگر بخواد با هیپوفیز پیشین در ارتباط باشه باید هورمون بریزه تو خون که هورمون های کنترل کننده هیپوفیز پیشین اسمش آزاد کننده و مهار کننده است. حالا هیپوتالاموس مگه جزء مغز نیست؟ میگم چرا؟ پس ساختارش عصبیه دیگه. نورون داره. نورون هایی که آکسونش تو پسینه. خب هیپوتالاموس یه سری هورمون خودش میسازه به جز آزاد کننده مهار کننده اینا رو که میریزه تو خون. یه سری هورمون دیگه میسازه توی نورون‌هاش تو آکسون نورون ذخیره میشه. از غذا آکسون نورون همون هیپوفیز پسینه. پس یه سری هورمون دارم تو هیپوتالاموس ساخته شده از هیپوفیز پسین ترشح میشه. چیه؟ کدوم چیه؟ هیپوتالاموس، هیپوفیز پیشین، هیپوفیز پسین. این چیه؟ هیپوفیزه. بله. شکل کتابم نگاه کنی راجع به هیپوفیز خیلی چیز خوبی نکشیده. حالا من کاری ندارم ولی شکلش هست. من خجالت کشیدم بیارم توی اسلایدام. با جزئیات کشیده.
نه حواست خیال جمع خبری نیست. خب حالا هیپوتالاموس چه هورمون هایی رو درست میکنه که بریزه تو پسین ذخیره کنه؟ دو تا هورمون، هورمون ADH یا آنتی دیورتیک یا ضد ادراری، هورمون اکسیتوسین. بچه ها ADH یا ضد ادراری چی کار میکنه؟ آقا ضد ادراره، پس حجم ادرار رو کم میکنه. ادرار از چی؟ آقای کشکار با شما هم که متخصصی، ادرار از چی ساخته شده؟ بوره. نه بخش بیشترش آب. این ضد ادراریه، میخواد حجم ادرار رو کم کنه، پس آب رو از ادرار میگیره، درسته؟ پس ADH یا ضد ادراری از توی هیپوتالاموس ساخته میشه، توی هیپوفیز پسیم ذخیره میشه، میره روی کلیه اثر میذاره. چه اثری میذاره روی کلیه؟ بازجذب آب از کلیه رو زیاد میکنه. کتاب تو موقعی که زرد میشه، احسن، ادرارت غلیظ میشه، خونت رقیق میشه، درسته؟ حالا بازجذب آب رو چجوری زیاد میکنه؟ میره رو نفرون کلیه اثر میذاره. یه سری پروتئین هایی داریم به اسم کانال های آبدوست یا آکواپورین. این کانال ها آب رو انتقال میدادن. احتمالاً بیان ژن اون پروتئین ها یا ترجمه اون پروتئین ها رو زیاد میکنه. پروتئین هایی که آب رو انتقال میدن زیاد میشن توی غشا که آب رو برگردونن. پس بازجذب آب رو داره. پس چیکار میکنه؟ آب خون زیاد، آب جیش یا ادرار کم. آب جیش کم، درسته؟ حالا ادرار هم غلیظ میشه، خونم رقیق میشه. تعریف فشار خون، اون حجم خونی که فشار میاره به دیگاره. هرچی خون من آبش بیشتر باشه فشار بیشتری نمیاره. پس چیزی که داره آب خونتو زیاد میکنه، بی برو برگرد، فشار خونت هم زیاد میکنه. این از ADH. ضد ادراری از هیپوتالاموس ساخته میشه، تو هیپوفیز پسین ترشح میشه، بازجذب آب از ادرار رو زیاد میکنه، حجم ادرار رو کم میکنه، غلظتش رو زیاد میکنه، ادرار با کیفیت بهت میده. غلظت خوناب یعنی خون رو کم میکنه، غلظتش رو، چون حجم آب خوناب زیاد شده فشار خونم میاره. خب اونی که هورمونه چیه؟ اکسیتوسین. اکسیتوسین بچه ها کتاب شما از کار اکسیتوسین تو بانوان گفته. اکسیتوسین چی کار میکنه؟ بله واو. اکسیتوسین معروف هورمون عشق، همون که مثلا یکی میبینی میگی به به عجب مثلا زیبارویی، اکسیتوسینه که داره ترشح میشه. کاری ندارم تو کتاب نیست. اکسیتوسین تو خانوم ها خروج شیر، خروج شیر نه تولید شیر، خروج شیر، پس روی قدرت شیری اثر میذاره. و ببین اکسیتوسین کلا خروجه. این مثلا بچه که داره به دنیا میاد تو زایمان طبیعی، روی دیواره رحم، ماهیچه‌های صاف دیواره رحم اثر میذاره، بچه محکم بیرون بیاد. اکسیتوسین. یا مثلا شیرن رو بچه داره شیر میخوره، بعد این فشار میده که شیره با قدرت بیرون بیاد. کلا اکسیتوسین اونم تاثیر داره، ولی اکسیتوسین میاد که با قدرت بیرون بیاد. کلا اکسیتوسین با قدرت میده بیرون. حالا بچه بگیر تا شیر بچه بگیر. خب پس روی زایمان نقش داره، انقباض رحم و تسهیل زایمان و خروج شیر از قدرت شیری. مردا گفتی چیکار میکنه؟ توی مردا تو کتاب نیست دیگه، نگم دیگه. پس اگه تو کتاب نیست ما نباید بگیم. ایول. اگه تو کتاب بود میتونستی 100%. هیپوفیز پیشین. کتاب دستم رو بسته. هیپوفیز پیشین چه ترشح میکنه؟ هیپوفیز پیشین یه هورمون LH داره. بچا LH و FSH هورمون های محرک بدنگه. محرک غدد جنسی هن. یعنی بخوام خیلی باش محرک غدد جنسی هن. یعنی مثلا تو زن ها میرن توی تختان اثر میذارن، توی مرد ها توی بیضه اثر میذارن، ولی کنکور که نمیاد بگه رو بیضه اثر میذاره. یکم دقیق تر بررسی کن. توی فصل تولید مثل کتاب چی میگه؟ میگه LH من هورمون LH توی مردا رو سلول بینابینی اثر میذاره، تو بیضه سلول بینابینی تستوسترون ترشح کنه. پس در مرد توی بینابینی که تحرکی ترشح تستوسترون اثر میذاره. پس هیچ وقت توی کنکور اسم مقدر رو نمیارن. حالا چرا ممکنه بیارن؟ اینقدر ساده بهت نمیدن. حالا توی زن چی کار میکنه؟ 14 روز اول، روز 14 هم افزایش ناگهانی LH تخمک گذاریه. پس توی فولیکول اثر میذاره برای تخمک گذاری. تو 14 روز دوم چی؟ جسم زردت بود، فولیکول پاره شده، LH میومد بزرگش میکرد، پس رشد جسم زردم داره. حالا جسم زرد تو چی ترشح میکرد؟ استروژن و پروژسترون.
هورمون جنسی. پس LHM ناخواسته میاد روی جسم زن اثر میذاره، جسم زن هم استروژن پروژسترون ترشح کنه. FSH هم چی؟ FSH من توی مرد میومد روی سرتولی اثر میکرد، روی سرتولی گیرنده داشت. سرتولی چیکار میکرد؟ یه ماده کوفتی ترشح میکرد که باعث تمایز اسپرم میشد. پس FSH در مرد توی سرتولی، در زن روی فولیکول. FSH F اول فولیکوله، روی فولیکول اثر میذاره، فولیکول رشد کنه، روی سرتولی اثر میذاره که تمایز اسپرم رو تسهیل کنه. در مرد با اثر بر سرتولی باعث تمایز اسپرم، در زن باعث رشد فولیکول نابالغ. چرا؟ چون بالغه دیگه پاره میشه. بالغه پاره میشه، فولیکول بالغ پاره میشه. واقعا بالغه پاره میشه. هورمون رشد، هورمون رشد کتابت میگه که آقا استخونای دراز دو تا صفحه دارن، صفحه‌ای که بین برآمدگی استخون هست، این پایینشه. یه سری صفحه‌ای داره که این با تقسیم خودش یافته قذروفی استخونی درست می‌کرد دیگه. هورمون رشد روی صفحات رشد استخون دراز اثر میذاره. پس داره اونجا رو باعث تحریک تقسیم سلولی میشه. کتاب تو به جای تقسیم سلولی میتونه میتوز و وقایعش رو بیاره، میتونه بگه چرخ سلولیش رو رد میکنه. محرک تیروید، بچه ها محرک تیروید روی تیروید اثر میذاره، باعث ترشح هورمون های تیرویدی میشه. محرک فوق کلیه روی بخش قشری فوق کلیه اثر میذاره. بچه ها بخش مرکزی فوق کلیه ساختار عصبی داره، کلن پشیزی به هیپوفیز اهمیت نمیده، تحریک بخش قشری رو داریم. پرولاکتین، این مثلا میتونه میتونه مثلا 14-0 یک سوال بیا، 14-0 هم اومد، 14-0 هم کد تلفن دارم. حالا پرولاکتین چی کار میکنه؟ در زن روی غدد شیری اثر میذاره، تولید شیر رو زیاد میکنه. خروج شیر با کی بود؟ اکسیتوسین. خروج با غدد اکسیتوسین، تولید شیر با پرولاکتینه. توی مرد تنظیم فرآیندهای تولید مثل رو داره، توی جفتشون چه زن چه مرد دستگاه ایمنی نقش داره. پس تنظیم فرآیندهای تولید مثل در مردان، سیستم ایمنی در هر دو جنس. بچه ها حفظ آب، این کتاب لای در گذاشته این جمله رو، یا حفظ آب هم داره. خب ADH هم حفظ آبو داشت، پس پرولاکتین با ADH حفظ آبو داره. مگه نمیگه سیستم ایمنی رو کمک میکنه؟ یه هورمون دیگه دارم، تیموسین، از غده تیموس پشت جناب ترشح میشه. چیکار میکرد؟ بلوغ لنفوسیت تی رو کمک میکرد، پس خط دفاع اختصاصی رو تقویت میکرد. پس تیموسین و پرولاکتین روی مثلا سیستم ایمنی نقش دارن. حالا میام رو تیروئید، تیروئید که محرک تیروئید روش اثر میکرد. دو نوع هورمون دارم، هورمون های تیروئیدی که میشه تی3 و تی4، هورمون های تیروئیدی روی همه سلول ها گیرنده دارن. سه تا هورمون دارم رو همه سلول ها گیرنده داره، تی3 تی4 انسولین. اوکی، این سه تا رو همه گیرنده دارن. حالا چی کار میکرد؟ تی3 و تی4 بچه ها باعث برداشت گلوکوز از خون میشن، گلوکوز رو میفرستن تو سلول ها. پس متابولیسم سلول ها زیاد میشه، گلوکوز هی مصرف میشه تو سلول. یعنی تی3 تی4 داشته باشی، متابولیسمت رفته بالا، گرمت میشه، عرق میکنی. افزایش متابولیسم همه سلول ها، به جای متابولیسم میتونه بگه چرخه کربس، میتونه بگه گلیکولیز. کتاب تو راجع به تی3 اختصاصا میگه، میگه تی3 باعث نمو به دستگاه عصبی مرکزی جنین میشه. خب کلسیتونین هم چی؟ کلسیتونین از تیروئید ترشح میشه، ولی اسمش هورمون تیروئیدی نیست، تیروئیدی تیسه تیچاره. کلسیتونین روی استخون اثر میذاره، کلسیوم کلسیتونین کلسیوم استخون رو زیاد میکنه، میاد کلسیوم از خون ور میداره میریزه توی استخون. پس روی استخون داره اثر میکنه دیگه، چون به استخون میگه حاجی کلسیوم رو بردار، کلسیوم خوناب کم، کلسیوم استخون زیاد. برعکس کلسیتونین پاراتیروئیده، پاراتیروئید پشت تیروئیده، توی خود غده تیروئید نیست. این میاد روی استخون کلیه اثر میذاره. کلسیتونین به استخون چی میگفت؟ کلسیوم وردار. پاراتیروئیدی به استخون چی میگه؟ میگه غلط کردی کلسیوم برداشتی، کلسیوم رو تف کن. پاراتیروئید رو استخون اثر میذاره، کلسیوم خون رو زیاد میکنه، کلسیوم استخون رو کم میکنه. پس افزایش جذب کلسیوم از استخون رو زیاد میکنه. کلسیوم از استخون بگیرم، کلسیوم خون زیاد میشه. حالا من که نمیخوام کلسیوم خون رو زیاد میکنم، یه کارش این از استخون بگیرم، یه کار دیگه اش چیه؟ میرم به کمک ویتامین دی بازجذب کلسیوم از روده رو زیاد میکنم. یه کار دیگه اش چیه؟ افزایش بازجذب کلسیوم از کلیه. این از پاراتیروئیدی.
بخش قشری فوق کلیه دو تا هورمون داره، کورتیزول و آلدوسترون. کورتیزول چیکار میکنه بچه‌ها؟ کورتیزول سلول هدفش مستقیم کتاب نگفته، گفته در تنش و استراب طولانی چیکار میکنه؟ این قند خونت رو زیاد میکنه، سیستم ایمنی تو ضعیف میکنه، فشار خونت هم زیاد میکنه. یعنی کورتیزول شرط استرسا فشار خونت میره بالا دیگه، سیستم ایمنی تو ضعیف میکنه، برعکس کی؟ تینوسین و پرولاکتین. حالا آلسترون، آلسترون شبیه ADH میومد به کلیه میگفت آبا تو بده، آلسترون به کلیه میاد میگه آب نمک تو بده. یعنی هم نمک رو از کلیه میگیره هم آب از کلیه میگیره، پس آب و سدیم رو از کلیه داره میگیره. مگه آب از کلیه نگرفت بده به خون؟ چرا؟ پس فشار خونم دارم. این بخش قشری فوق کلیه تحت تاثیر چیز بودا، اون هورمون محرک فوق کلیه. بخش مرکزی فوق کلیه، بخش مرکزی فوق کلیه یه اپینفرین یا آدرنالین ترشح میکنه، یه نورو اپینفرین. اینا چیکار میکنن؟ اینا رو قلب و رگ و شش و کبد اثر میذارن. چیکار میکنن؟ آقا اپینفرین شرایط استرس زاده بود و فرار، تونتون باید نفس بکشم پس نایجکان باید گشاد بشه، تونتون باید نفس بکشم باید فرار کنم، ضربان قلبم بره بالا، فشار خونم بره بالا. افزایش فشار خون یکی از گزینه ها هست. پانکراس چیکار میکنه؟ پانکراس دوتا هورمون داره، یه انسولین، گفتم انسولین رو همه سلول ها گیرنده داره. چیکار میکرد؟ گلوکوز رو جذب سلول ها میکرد، گلوکوز سلول رو زیاد میکرد، گلوکوز خون رو کم میکرد. پس اینم مثل تیسه و تیشار متابولیسم رو میبره بالا. حالا بچه ها انسولین گلوکوز همه سلول ها رو میبره بالا، ولی گلوکوز در کبد و ماهیچه به صورت گلیکوژن ذخیره میشه. گلوکوز در کبد و ماهیچه به صورت گلیکوژن ذخیره میشه، پس افزایش گلیکوژن ماهیچه و کبد رو دارم. حالا برعکس انسولین گلوکاگونه، گلوکاگون میگه آقا قند خون کمه، قند خون رو زیاد کنم، پس میاد گلیکوژن رو ذخیره میکنه، گلیکوژن رو تجزیه میکنه. گلوکاگون تجزیه گلیکوژن داره. آقا گلیکوژن تو کدوم سلولا بود؟ ماهیچه و کبد. ولی ماهیچه به گلوکاگون میگه برو یکی تو رو آدم حساب میکنه. گلوکاگون رو ماهیچه اثر نمیذاره، گلوکاگون روی کبد اثر میذاره، گلیکوژن کبد تجزیه میشه، پس افزایش قند خون با تجزیه گلیکوژن فقط در کبد. یه نکته دیگه من فقط این لا بگم بچه ها، بخش قشری فوق کلیه بجز کورتیزول و آلسترون در هر دو جنس هم تستوسترون هم استروژن هم پروژسترون تولید میکنه. پس من این سه تا هورمون رو همیشه هم در مرد هم در زن تحت هر شرایطی دارم، هیچ وقت اینا به صفر نمیرسن. حالا میام رو تستم، بیا عمو. تست چی میگه؟ تست میگه که کدوم گزینه نادرسته. در یک زن بالغ افزایش هورمون های بخش مرکزی فوق کلیه، یعنی اپینفرین و نورپینفرین، فاصله بین دو موج آر در نوار قلب رو کاهش میابد. آقا یعنی اگر مثلا نوار قلب من اینجوریه، مثلا بعدی دوباره پیه اینجوریه، این آره اینجا، این آره بیاد این برتر، یعنی چی؟ یعنی قلب من داره سریتر میزنه، یعنی ضربان قلب من زیاد شده. کاهش فاصله بین هر دو نقطه در قلب یعنی ضربان قلبم زیاد شده. خب اپینفرین که رو ضربان قلب اوکی بود، میگه قطر نایجک شش هم زیاد میکنه. آقا میخوام نفس بکشم دیگه، نایجکم هم زیاد میکنه. این که درسته، گفته کدوم نادرسته. خب هورمون های یوددار تیروید بچه ها، تی3 و تی4 یوددار بودن، مثلا کلسیترولین یود نداره، باعث میشه که میزان نوع هورمون آزاد کننده کاهش، میزان برونده قلبی افزایش، ضربان قلب و متابولیسم اگه نمیبرد بالا، میگه متابولیسم داره میره بالا، وقتی متابولیسم داره بالا قلبت هم سریع میزنه، پس این درسته. حالا مگه من نگفتم تی3 و تی4 از تیرویدن؟ چرا؟ محرک تیروید کی بود؟ محرک تیروید از کجا بود؟ از هیپوفیز پیشین. گفتم هیپوفیز پیشین از آزاد کننده مهار کننده دستور میگیره. اگر یک هورمونی زیاد شه بخوام کمش کنم، باید یه هورمون آزاد کننده مهار کننده رو کم کنم. پس باری که الله
من تیسه تیچارم زیاد شده، میخوام کمش کنم. آزاد کنندشو کم میکنم. درسته. بخش قشری فوق کلیه، یعنی کورتیزول، آلسترون، تستوسترون، استروژن، پروژسترون. فشار وارده به دیواره سرخرگ یعنی فشار خون کاهش مییابد. آلسترون مگه فشار خون رو زیاد نمیکرد؟ چرا پس چی میگه فشار خون کاهش مییابد؟ همین گزینه غلطه، دنبال غلط بودم دیگه. تازه میگه میزان برگ برنامه‌ریزی شده در سلول‌های سرطانی رو زیاد میکنه. آپوپتوز در سلول سرطانی یعنی ایمنی. کورتیزول مگه ترشح نمیشد؟ چرا؟ از بخش قشری. کورتیزول سیستم ایمنی رو ضعیف میکرد. این مرگ برنامه‌ریزی شده در سلول سرطانی رو ببره بالا، یعنی سلول سرطانی رو به فنا بده، یعنی سیستم ایمنی قویه. من گفتم کورتیزول ایمنی رو ضعیف میکنه، این میگه کورتیزول ایمنی رو قوی میکنه. غلط میگه دیگه، دنبال غلط بودم. چهار چی میگه؟ میگه مترشح از بخش پسین هیپوفیز، یعنی ADH یا اکسیتوسین، باعث میشه که حجم ادرار ورودی به مثانه کم شه. ADH ضد ادراریه دیگه، حجم ادرار رو کم میکنه. برخی پروتئین های قشایی در نفرون ها هم زیاد میکنه. گفتم پروتئین هایی که آب و انتقال میدادن رو زیاد میکنه. کاملا درسته. جواب گزینه سه کشکار چطور واکن. ببینم بچه ها چی میگن. سیما رو حواس هم هست، به خدا حواس هم هست. سوال بچه ها، سوال بذارید، سوال بپرسید. خب بچه ها میگن ژنتیک بگو، داره ژنتیک رو نمیشه تو دو ساعت من بیام کل ژنتیک بگم که. اوپران لک رو بهتون گفتم، خیال راحت برید تو امتحان میاد. چی بگم؟ یه دونه گیاهی هم که میگن فعلا نگیم، یه دونه اینجا میگم نوار قلب میگم. نوار قلب میگم، گرچه تدریسشو توی تدریسشو من تو اینستان گذاشتم. هر ساله از 90 تا 98 اومده، 99 نیومده، 1400 هم نیومده، 1401 قطعی میاد، قطعی میاد. حالا میگه فاصله زمانی بین نقطه مربوط به فلان و فلان بیشتر یا کمتر از فلان و فلان است. اصلا از این سوال سخت‌تر که نمیتونه بده. آقا تدریس نوار قلب تو پیج مؤسسه هست، تو پیج آقای شفیع هست. پس من فقط نکاتشو میگم. فقط نکاتشو میگم، نکات اصلیشو میگم. بچا موج نوار قلب چی بوده؟ این بچهای من باید نوار قلبو جویده باشن. این موج پیه، موج کیوه، موج آره، موج اسه، موج تیه. بچه ها موج پی این نقطه دستور انقباض دهلی صادر شده. دستور انقباض دهلی صادر شده. شروع انقباض دهلیز اینه. تو موج کیو دستور انقباض بطن صادر شده. شروع انقباض بطن اینه. موج تی دستور تمام شدن انقباض قلب، دستورشه. خود انقباض قلب، انقباض بطن کی تمام میشه؟ این وسط ها، اینجا پایان انقباض بطن. درسته؟ خب به جای شروع انقباض دهلیز تست کنکور چی میگه؟ میگه شروع تحریک در گره سینوسی، در گره پیشاهنگ. به جای شروع انقباض بطن میگه آقا این تحریک من رسیده به گره دهلیزی بطنی، گره دهلیزی بطنی اینجا میگه. پس اینجا مثلا بچه تو نقطه کیو تحریک رسیده به گره دهلیزی بطنی. انقباض دهلیز با آبی کمرنگ نشون میده از اینجا شروع میشه تا انقباض بطن میره. این فضا انقباض دهلیزه. حالا انقباض بطن از این وسط شروع میشه تا اینجا میره. این فضا انقباض بطنه. حالا بیام نکته هاشو بگم. توی انقباض دهلیز کیا بازن چه اتفاقایی میفته؟ توی انقباض بطن چه اتفاقایی میفته؟ انقباض دهلیز 0.1 ثانیه است، انقباض بطن 0.3 ثانیه است. موقعی که دهلیز داره منقبض میشه میخواد پسماند خون رو بریزه تو بطن دیگه. پس دریچه بین دهلیز و بطن ها
بازه. پس دریچه دهلیزی بطنی بازه. دریچه دهلیزی بطنی دشمن خونیش دریچه سینیه. این باز باشه اون بسته است. پس سینی بسته است. توی انقباض بطنی که 3/10 باشه خون از بطن قرار خارج بشه. پس سینی بازه. پس سینی بازه. دهلیزی بطنی بسته است. دشمن خونیش دیگه دهلیزی بطنی بسته است. آقا لحظه انقباض بطن دریچه دهلیزی بطنی بسته میشه چون بطن میاد منقبض شه خونو بزنه به دریچه ها. دریچه دهلیزی بطنی رو میبنده. بسته شدن دریچه دهلیزی بطنی میشه صدای اول. لحظه پایان انقباض بطن دریچه سینی بسته میشه. بسته شدن دریچه سینی میشه صدای دوم. صدای اول میشه پوم، صدای دوم میشه تاک. حالا بیا اینجا نکته ها رو بهت بگم. پوم پوم تاک. مثلا روم زوم کنی پوم تاک کنی. اون موقع بامزه بود این تیکه مال تو. الان دیگه آره دیگه مثلا اون موقع آره اصلا اون موقع تازه آهنگ اومده بود. با آپدیت کنم تو این گرما شارژی. خب بچا صدای اول بسته شدن دریچه دهلیزی بطنی کجاست؟ آر. صدای دوم بسته شدن دریچه سینیه وسطای تی. بیشترین حجم خون بطن. بچه‌ها بطن هی پر میشه پر میشه پر میشه تا خالی شه. کی خالی میشه؟ توی آر. پس یه کوچولو کمی قبل آر بیشترین حجم بطنه. بیشترین فشار بطنه. بطن منقبض میشه یهو ول میکنه. هی داره به خودش فشار میاره دیگه. پس میشه اواخر انقباض بطن. اواخر انقباض بطن من بیشترین فشار رو دارم. هرچی فشار بطن بره بالا فشار آورت هم میره بالا. پس بیشترین فشار بطن رو من میتونم بنویسم بیشترین فشار آورت. اواخر انقباض بطن. بیشترین حجم دهلیز. بچه دهلیز کلن دریچه دهلیزی بطنی بازه. هی خون از دهلیز میاد میره تو بطن. از دهلیز میاد تو بطن. دریچه دهلیزی بطنی که بسته میشه تو لحظه انقباض بطن خون تو دهلیز هی داره جمع میشه. به محض اینکه دریچه باز شه خون میریزه. پس قبل باز شدن دریچه دهلیزی بطنی خون تو دهلیز پره. حالا دریچه دهلیزی بطنی کی باز میشد؟ توی انقباض بطن بسته بود آخرش باز میشد دیگه. پس بیشترین حجم خون دهلیز میشه دقیقا لحظه‌ای که دهلیزی بطنی باز نشده هنوز. میشه کمی قبل پایان انقباض بطنی. پایان انقباض بطن رو گفتیم. وسط تی کمی قبل پایان وسط تی. کمترین فشار بطن. بچه ها بطن من انقباضش رو که تموم میکنه دیگه شل میکنه بعد پایان انقباض بطن. کمترین فشار رو دارم. کمترین حجم بطن. بطن پر شده از خون هی داره خالی میکنه دیگه. پس آخر انقباض بطن کمترین حجم رو دارم چون بعد پر میشد خالی میشد. ته خالی شدنش میشه ته انقباض دیگه. کمترین حجم دهلیز چون خون که کلا هی تو دهلیز میاد میره پایین دیگه. آخر انقباض دهلیز دیگه دهلیز توف نداره. دهلیز هر چی داره رو تو انقباضش داره میره تو بطن. پس آخر انقباض دهلیز یعنی یکم قبل از شروع انقباض بطن کمی قبل آر. آقا همواره خون میاد تو دهلیز. همیشه خون میاد تو دهلیز به جز لحظه انقباض دهلیز. تو انقباض دهلیز خون نمیاد تو دهلیز. یعنی حد فاصله مثلا اگه این موجود باشه از پی بگیر اینجا که انقباض دهلیز تا اینجا خون وارد دهلیز نمیشه. همیشه فشار بطن از آورت کمتره به جز اوج انقباض. این دیگه خیلی سخته. اینو مثلا کنکور 1405 میپرسن. همیشه فشار بطن از آورت کمتره به جز اوج انقباض بطن. اینو جدوله توی کتابتون تصدیق میکنه حرف منو. صدای اول آر. صدای دوم وسط تی. بچه 8/10 ثانیه دوره قلبیمه. 1/14 استراحت. 1/3 انقباض بطن. 1/10 انقباض دهلیز. دهلیز و بطن و استراحت. دریچه ها رو من بهتون اینجا بگم. توی استراحت سینی بسته دهلیزی بطنی باز. توی انقباض بطن سینی باز
دهلیزی بطنی بسته. توی انقباض دهلیز دوباره مثل استراحت سینی بسته. دهلیزی بطنی باز. یعنی کلان از 8 دهم 5 دهم سینی بسته است، دهلیزی بطنی بازه، 3 دهم برعکسش. اینم از نوار قلب. حالا سوال دارم نوار قلب ببینم. او دیدی پات خورد و سینی؟ نخورد. چرا خورد؟ خب بچه ها چطور آپارات بازه؟ سوالاتونو بپرسید بچه ها. سوال ندارن؟ هر دوشون از کنکور 1400 به بعد ما یاد گرفتیم هر دوشون نمیتونن بسته باشن. بچه ها میگن همایش نمیذارید، همایش گذاشتیم، میگه همایش دیگه. آها تست نوار رو حل نکردیم. تست نوار قلب رو حل نکردیم، گفتن یه تست حل کنید. نخوردم نیرسیم. خب میگه آقا فاصله زمانی بین نقطه مربوط به لحظه انقباض دهلیز یعنی وسط پی تا نقطه مربوط به شنیدن صدای اول، لحظه انقباض دهلیز تا شنیدن صدای اول که میشه شروع انقباض بطن، این کلش میشه حد فاصله انقباض دهلیز دیگه 1/10 ثانیه است. میگه بیشتر از زمان بین دو صدای قلبه. دو صدای قلب، صدای اول اول انقباض بطنه، صدای دوم آخر انقباض بطنه. کل انقباض بطن چقدر بود؟ 3 دهم. میگه 1 دهم بیشتر از 3 دهمه. چرت نگو بی تربیت. میگه بیشترین حجم خون در بطن، گفتم بطن پر میشه خالی میشه، لحظه قبل از انقباض بطنه، میگم اول انقباض بطن. بیشترین حجم خون در دهلیز، پایان انقباض بطن دیگه. خب میگه این حد فاصل 3 دهمه. میگه این 3 دهم کمتر از زمان استراحت عمومی قلب، استراحت عمومی 4 دهمه. دست خوش سنت. میگه شروع خروج کلسیوم از شبکه اندوپلاسمی موجود در سلول‌های ماهیچه بزرگترین حفره قلبی. آقا بزرگترین حفره قلبی که بطنه. خروج کلسیوم یعنی انقباض. میگه آقا کلسیوم از شبکه اندوپلاسمی خارج بشه توی بطن، یعنی آقا انقباض بطن شروع شه. میگه انقباض بطن شروع شه تا صدای دوم. صدای دوم پایان انقباض بطن دیگه میشه 3 دهم. میگه این 3 دهم کمتر از زمان لازم برای رسیدن پیام عصبی از گره پیشاهنگ به گره دهلیزی بطنیه. میگه از پی تا کیو. خب گره پیشاهنگ تا گره دهلیزی بطنی حد فاصلش انقباض دهلیزه دیگه، اون 1 دهمه. میگه 3 دهم کمتر از 1 دهمه. چرت نگو. صفر شدن فشار موجود در آورت، متن کتاب، فشار سفرک به خاطر ماهیچه‌ای که داره هیچ وقت صفر نمیشه. غلط. جواب گزینه 2. این سخت‌ترین تستیه که نوار قلب میتونه مطرح کنه. حالا تستو زدیم. خب کامبیوما رو بگیم یا رگ بگیم یا معده بگیم، یه جانوری بگیم. بله یه جونورم بگیم که خالی از لطف نباشه. ببینم سوال بچه‌ها چیه. بچه ها این که دریچه ها همزمان بسته باشن قبلا میگفتن لحظه پایان انقباض بطن، دیگه نمیگن. کنکور 1400 پرید. بچه ها میگن شب کنکور رو بذار. این شب کنکور جزئی بود که قرار بود بهشون بگم. خب پس معده میگیم، معده رو میگیم. من فقط توی سوال معده یه دونه اشتباه تایپی هم داره، من درست کنم قبل اینکه وارد سوال بشم. بزرگترین سلول معده یه گزینه دیگه بود. فراوان ترین سلول عمق غده بود. کاری ندارم. سوالو ول کنیم میریم رو معده. بچه ها گوارش ما یه دهن داریم، یه معده داریم، یه روده داریم. یه روده بزرگ هم داریم که کارش نداریم فعلا. روده بزرگ فقط جذب آب و یم می‌کنه. کاری ندارم. چون دهان 3 جفت غده بزاقی بزرگ داشت، 3 جفت اینه 6 تا بناگوشی، زیر زبانی، زیر آواره‌ای، به علاوه چندین غده بزاقی کوچک. پس بزاق من که تحت تأثیر کی بزرگتر از شما میشه؟ پل مغزی. یادمون نره توی سیستم ایمنی هم نقش داره چون لیزوزیم داره. بزاق من تحت تأثیر 6 تا غده گنده، چند تا غده کوچیکه. خب آنزیماش یه لیزوزیم ضد باکتری، پس توی سیستم ایمنیه. یه آمیلاز ضعیفه، پلوساکارید رو به قطعات کوچیک‌تر تبدیل می‌کنه. موسین
یه نوع گلیکوپروتئینه، یعنی قند و پروتئینی که با جذب آب میشه مخاط. آب و یون هم بزاق داره. بچه‌ها دهان توانایی جذب اندک داره. اولی محل جذب دهنه. خیلی کم جذب میکنه دیگه، قرصای زیر زبون. این از دهن. معده. معده 5 نوع سلول داره. معده من که خودم میدونم 5 نوع سلول داره. سلول سطحی، سلول مخاطی، ترشح کننده مخاط، سلول حاشیه‌ای، سلول اصلی و ترشح کننده هورمون. باشه، سلول سطحی چی ترشح می‌کرد؟ مخاط به علاوه بیکربنات H3O3 منفی. پس من تو معده که میدونیم فضاش اسیدی بیکربنات دارم. جالبه. سلول ترشح کننده مخاط چی ترشح می‌کرد؟ فقط مخاط. یعنی موسین آب. سلول حاشیه‌ای چی ترشح می‌کرد؟ چون سلول حاشیه‌ای بزرگترین سلول معده بود. سلول حاشیه‌ای چی ترشح می‌کرد؟ HCl ترشح می‌کرد. سلول حاشیه‌ای HCl ترشح می‌کرد. فضای معده رو اسیدی می‌کرد. حالا HCl رو تحت تأثیر کی ترشح می‌کرد؟ تحت تأثیر گاسترین HCl ترشح می‌کرد. سلول اصلی، فراوان‌ترین سلول عمق قده معده، چی ترشح می‌کرد؟ آنزیم ترشح می‌کرد. دو نوع آنزیم داشت. لیپاز، پس شروع گوارش چربی توی معده است دیگه لیپاز، ولی لیپاز ضعیف. و مجموعه‌ای از پروتئازها به اسم پپسینوژن. این پپسینوژن من تحت تأثیر کی ترشح میشد؟ تحت تأثیر گاسترین. آجا سلول ترشح کننده یه هورمون گاسترین ترشح میکنه. گاسترین میاد روی حاشیه ای اثر میذاره، میگه HCl ترشح کن. چرا؟ دقیقا من به خاطر همینا دیگه کنکور تجربه ندارم بیازی دادم. چرا؟ رفتم سر جلسه کنکور همه اینا رو خونده بودم. ستازیستو کامل بلد بودم، گفتم میرم دیگه خوب می‌زنم، زیستو من 200 درصد زدم، بعدم عمر ریاضی رو 70-80 زدم، فیزیکو 70-80 زدم. تعمیلی که تعجبی چرا میخونی؟ آره دیگه. میگفتم سلول اصلی لیپاز داره، لیپاز ضعیف و پروتئازهایی به اسم پپسینوژن که این HCl میاد با پپسینوژن ترکیب میشه، میشه پپسین. پروتئاز فعال من پپسینه، پپسینه که آنزیمه، پپسینوژن غیر فعاله، ولی من پپسین ترشح نمی کنم، پپسینوژن ترشح می کنم. تحت تأثیر گاسترینی که از سلول ترشح کننده هورمونه پپسینوژن ترشح می کنم. پس یه جمع‌بندی بخوام بکنم اینجوریه. آیا عادت بدی داری؟ چی؟ بگم اینجا نوشتی خب اینا خالیه. خب بذار همونجا بنویسم. بذار همونجا بنویسم. نه من خواستم بهت بگم که آقا کلو بشر بو بلا تصرفو اسراف نکنید دیگه. نه دیگه میگ میگیره، حجم میگیره. حالا بچه ها پس من پپسینوژنم قراره به پپسین تبدیل شه. چه جوری؟ دو حالت داره. یک، خود پپسین رو پپسینوژن اثر میذاره. دو، HCl روی پپسینوژن اثر میذاره که به کل پپسین. HCl رو کی ترشح میکرد؟ سلول حاشیه‌ای. یه سلول ترشح کننده هورمون دارن، داره چیپس و ماستش رو میخوره. فقط چیپس و ماست. چیپس و ماست چیپس و ماست چرا نمیشه؟ خیلی 20 تومن مزه. چیپس خریدی؟ فروشگاه. 20 تومن زیاد. مزه 20 تومن شده. حالا ترشح کننده هورمون چی ترشح میکرد؟ گاسترین ترشح میکرد. پپسینوژن رو کی ترشح میکرد؟ اصلی ترشح میکرد. گاسترین میره روی اصلی ترشح اثر میذاره، یعنی اصلی برای گاسترین گیرنده داره. یه غلامتم پپسینوژن رو ترشح کن، پپسینوژن غیر فعاله با HCl فعال میشه. گاسترین میره روی حاشیه اثر میذاره، میگه حاجی HCl رو ترشح کن، HCl میره روی پپسینوژن اثر میذاره بکنه پپسین. آقا سلول اصلی لیپاز هم ترشح میکرد. پس شروع گوارشه کربوهیدرات ها آمیلاز دهن، شروع گوارشه لیپید ها
معده. شروع گوارش پروتئین ها معده. خب این از معده. بیا اینجا. اینجا. سلول کناری حاشیه‌ای ترشح اسید کلوریک تحت تاثیر هضم کیموس و گاسترین و ترشح فاکتور داخلی. اینم هست. بچه ها فاکتور داخلی به جذب B12 در روده کمک میکنه. مثلا هیچ ربطی به گوارش معده نداره ها. این رو معده کاری اصلا ترشح کننده هورمون گاسترین ترشح میکنه. گاسترین نمیاد روی سلول کناری اثر بذاره بگه فاکتور داخلی تو بده. گاسترین میاد میگه آجی HCL تو بده، اسید تو بده. دقت کنید بچه، گاسترین هورمون مگه نیست؟ به خون ترشح میشه، به معده ترشح نمیشه، ولی HCL به معده است، پپسینوژن به معده است. پپسین به کجا ترشح میشه؟ پپسین به معده. نه دیگه، پپسین که ترشح نمیشه، پپسینوژن ترشح میشه. با اگه نیما حالا به هر حال دارم فاکتور رو بخش فاکت اور. خب یه بار دیگه فاکت اور سلول ترشح کنه مخاطی اشتباه تایپیس ماشاءالله. خب حالا روده چی داره بچه‌ها؟ روده در نزدیکی 12 خودش یه سری سلول داره که یک هورمون به اسم سکرتین ترشح میکنه. خود شیره روده شامل آب و مخاط و بیکربنات میشه. بیکربنات فضای اسیدی معده رو خنثی میکنه. حواستون باشه معده هم بیکربنات داشته به خاطر سلول سطحی. و آنزیم، آنزیمای مشتی ترشح میکنه. حالا پانکراس این بیکربنات فراوان ترشح میکنه. یعنی نقش اصلی تو خنثی کردن اسید معده رو پانکراس داره. حالا پانکراس بیکربنات فراوان ترشح میکنه چه جوری؟ تحت تاثیر سکرتین. سکرتین یک هورمونیه که از سلولهای روده به خون ترشح میشه، از خون اثر میذاره روی پانکراس، پانکراس هم بیکربنات ترشح میکنه. حالا بجز این دوباره آنزیم، ولی نکته آمیلاز ضعیف. آمیلاز روده قویه، آمیلاز پانکراس ضعیفه. صفرا آنزیم نداره، توسط کبد ساخته میشه، توسط کیسه صفرا غلیظ میشه. یعنی کیسه صفرا چیزی اضافه نمیکنه، آب صفرا رو میگیره. حالا صفرا چیا داره؟ فسفولیپید داره مثل لسیتین، کلسترول داره، بیکربنات داره، نمک صفراوی داره. صفرا آنزیم نداره ولی به گوارش چربی ها کمک میکنه. خب من سه تا هورمون دارم که توی فصل هورمون اسمش نیست تو اون جدوله. یک اومده. چی؟ بله. یک گاسترین، دو سکرتین، سه اریتروپویتین. گاسترین از کی ترشح میشد؟ از سلول ترشح کننده هورمون توی معده. میرفت روی کی اثر میذاش؟ کناری و اصلی. درسته؟ سکرتین از 12 روده ترشح میشه، رو کی اثر میذاره؟ پانکراس. میگه چیکار کن؟ بیکربنات بهم بده. اریتروپویتین از کی ترشح میشه؟ کبد و کلیه. چیکار میکنه؟ میره رو مغز و استخون اثر میذاره. میگه چیکار کن؟ میگه سلول نه گلبول قرمز بساز. همین. حالا اریتروپویتین تو مغز و استخون به ویتامین B12 نیاز داره. درسته؟ B12 کجا جذب میشه؟ تو روده. به چه کمک، به کمک چه فرایندی جذب میشه؟ اندوسیتوز. یعنی با صرف انرژی. اوکی؟ حالا کی کمکش میکنه؟ سلول اصلی از معده فاکتور داخلی می آورد. فاکتور داخلی می اومد تو روده اثر میکرد که B12 رو با اندوسیتوز جذب کنم. پس من سلول اصلی رو بردارم کم خونی میگیرم. خلاصه یه حرف. مثلا مغز و استخونم بفهمم. حالا بچه محتویات این که شیره صفرا و شیره روده و شیره پانکراس رو به هیچ عنوان قاطی نکنید. من تفکیک شده براتون گذاشتم. بیا اینجا من تست معده رو بزنم. میگه آقا این تست رو که اصلاح کردم. میگه آقا بخشی از لایه گوارش انسان که در آن ماده ترشح شده از فراوان‌ترین سلول عمق غده معده، این سلول اصلی رو میگه، ماده ترشح شده ازش پپسینوژن رو میگه. خب بچه‌ها راجع پپسینوژن حرف میزنه پس معده دیگه؟ نه، میگه آقا پپسینوژن توش گوارش مییابد. پپسینوژن گوارش کجا ترشح میشد؟ معده. پروتئینه. پروتئین کی گوارشش تموم میشد؟ توی روده. نمیگه پپسینوژن کجا کار میکنه، میگه پپسینوژن کجا گوارش مییابد؟ تو روده.
یا راجب روده نمیتونیم بگیم که داخلین ترین لایه بافتیش بافت ماهیچه‌ای داره. ما راجب ماهیچه مخاطی روده میدونیم دیگه، میدونیم که اون زیر مخاط مخاط هست، ماهی سفاق و یعنی بخش بیرونی ماهیچه زیر مخاط مخاط، مخاط روده بافت ماهیچه‌ای داره. یه نمیتونم بگم، گفتم نمیتونم بگم، نمیتوان گفت رو دنبال غلط بگم. میگه نوعی ماهیچه مخطط در شروع بلق نقش داره. شروع بلق هل دادن زبون به عقب، زبون ماهیچه اسکلتیه. میگه تو دهن سه جفت قده بزاقی تمام محتویات مایع درون آن را میسازد. نه آقا، گفتن بزاق از سه جفت بزاقی بزرگی برای چند تا کوچیک. پس نمیتونم بگم سه جفت همش رو میسازه. جواب گزینه دو. تولید نوعی ماده موجود در کیموس معده را در نوعی قده با توانایی ترشحات برونیز و درونیز تحریک میکنه. قده با توانایی ترشحات برونیز و درونیز پانکراسه، درسته؟ یا بخشی که یه نوع مادهی که تو کیموس معده هست و تو پانکراس تحریک میکنه. بچه داره روده رو میگه، میگه روده من سکرتین میزنه، سکرتین میاد رو پانکراس اثر میذاره. چرا سکرتین رو دارم میگم؟ پانکراس من مگه قرار نیست بیکربنات ترشح کنه؟ چرا؟ خب بیکربنات تو کیموس معده هست دیگه. پس داره راجع به روده حرف میزنه که میاد رو پانکراس اثر میذاره. میگه روده محل اصلی جذب مواد حاصل از گوارش فرامانتری ماده قشره. من تستو پدرشو درآوردم، انقدر سخته. پدر منم درآوردم. مواد آقا فرامانتری ماده قشره فسفولیپید، لیپیده. میگه روده محل اصلی جذب لیپیده، درسته. گفته نمیتوان گفت، اینم غلط. ترشحات اسیدی و قلیایی به صورت همزمان دیده میشود. معده رو داره میگه دیگه. میگه چند قده ممکن است حفره یکسانی داشته باشد. میتونم بگم این شکل رو نگاه کن، این قده های این قده معده و این قده معده حفره معده شون یکسانه. جا هم گزینه دو بود. خب سلامت باشید. خیلی سنگین بود. چند درصد گفتیم؟ ببین من 5 تا تایتل رو گفتم که هولوشه مثلا 7 تا یا 6 تا سوال از این تایتل رو در میاد. 7 تا. بعد این جزوه رو برام بخونن، این جزوه کلی نکته داره. مثلا 10 تا تایتل دیگه مونده، از اون 10 تا 10 تا دیگه در میاد. اونجا 20%. ببین الان که 20% با جزوه 20%. نه دیگه با جزوه برو رو 30%. با جزوه 30%. 30% قطعی دیگه. من بگم آره 25 30%ش قطعیه. بله. خب آقا دست شما در نکنه. بچه ها امیدوارم که کنکور خوبی داشته باشید. امیدوارم از این جلسه استفاده کرده باشید. خیلی دوستتون دارم، براتون آرزوی موفقیت دارم، آرزو دارم که درصد زیست همه تون بالای 60-70 باش. امیدوارم کنکور خوبی داشته باشید. تا دیدار دیگر، یا علی، دوستتون دارم. خدا خب بچه ها، من از تون خدافزی میکنم. قسمت یکمون هم بعد از مدت ها توی اینستاگرام نگاه شد، حذف نشد. میتونید برید ذخیره یک بار از اینستاگرام هم توی آپارتمان